سلام به دوستان، من دو سه دقیقه اتاق رو زودتر باز کردم تا اینکه دوستانی که علاقمندن که جلسه اضافه بشن تو این فاصله اضافه بشن که انشالله جلسه رو سریعتر شروع کنیم. لطفا اون موقع میتونیم یه آهنگ رو با هم دیگه بشنویم تا اینکه بقیه دوستان هم برسن و انشالله دو سه دقیقه دیگه جلسه رو شروع خواهیم کرد. فکر میکنیم که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ایست زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اتحاد دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود درههای آب بحر شد. هوا بد است، تو با کدام باد میروی؟ چه ابر تیرهای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل زبانه میشود؟ چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر برند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته ای که سر به راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین ذره های این گروه تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او نمیست این درنگ درد و رنج که در نشیب درد سر به سنگ می زند. رونده باش، امید هیچ موجزی زمرده نیست. زنده باش. به نام خدا. سلام عرض کنم خدمت همه دوستان عزیز، حضار محترم و به خصوص مهمان عزیز این برنامه، آقای ارتفاق، پژوهشگر و نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست. امروز شنبه 29 مرداد 1401 مصادف با 20 آگوست 2022 ساعت 23 به وقت ایران، اینجا کلاب محیط زیست سنتی شریف است و من محمد رضا حیدری، فارغ التحصیل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شریف و همچنین دانش آموخته مقطع دکترا در رشته مهندسی عمران محیط زیست و در حال حاضر هم به عنوان پژوهشگر در حوزه محیط زیست و توسعه پایدار در دانشگاه میشیگان مشغول به کار هستم. جلسه امروزمون در ارتباط با کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست است. این جلسه یک جلسه از سلسله جلساتی است که ما قراره برگزار کنیم. دو جلسه‌اش برگزار شده، جلسه مقدماتی که کلیاتی از کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست بود در تاریخ 15 اسفند 1400 برگزار شد. جلسه اولمون در رابطه با اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی قسمت اول شنبه 8 مرداد 1401 حدوداً 2 هفته پیش برگزار شد و امروز هم قسمت دوم رو در جلسه دوم خواهیم داشت. ما حدوداً 8 جلسه دیگه شنبه ها همین ساعت 23 خواهیم داشت که تمامی این جلسات که دو جلسه قبلی، یعنی جلسه مقدماتی، جلسه اول و جلسه امروز و جلسات آتی، همه ضبط میشه و مجددا در فضای مجازی بازنشر میشه. دوستانی که علاقه‌مند هستن جلسه مقدماتی و جلسه اول رو میتونن به صورت پادکست از طریق گوگل پادکست یا از طریق کست باکس برای دوستانی که داخل ایران هستن قابل دسترسی است به آدرس آوای محیط زیست. من حروفش رو هم به انگلیسی بیان میکنم که دوستان بتونن به راحتی پیدا کنن. آوای محیط زیست اونجوری نوشته میشه: A V A E M O H I T Z I S T، یا همون آوای محیط زیست. بذار همه دوستان رو تشویق میکنم که اون جلسه مقدماتی و جلسه اول رو اگر نشنیدید بشنوید. صحبت بسیار مهمی شد در رابطه با جلسه قبلی که در حقیقت جلسه اول هشتم مردادمون بود، در رابطه با تحول در اندیشه فلسفی و همچنین تحول در اندیشه سیاسی صحبت کردیم. در قسمت تحول در اندیشه های فلسفی
صحبت شد که طبق باور مسیحیان مسیح، حضرت مسیح میبایستی در پایان هزاره اول ظهور میکردن، در حقیقت همون سکن کامین اتفاق میافتاد، ولی خب این اتفاق نیفتاد و ضمن اینکه تعلیمات مسیحیان در مواجهه با مسائل اجتماعی زمانه کارایی کافی رو نداشت و ناکافی بود و اینجا شروع داستانی بود که نظریات فلسفی فلاسفه مابعد این قضایا دچار تغییرات گوناگونی شد. حالا من خلاصه‌اش رو خیلی تیتروار عرض خواهم کرد و اگر علاقه‌مند هستید به هر کدوم از اینها میتونید به جلسه قبلی در پادکست ها و یا به کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست مراجعه کنید. البته توضیحات مربوط به کتاب اقتصادی محیط زیست و اینکه چطوری میتونید تهیه کنید رو هم های اتفاق خواهند گفت. ما صحبت کردیم از ویلیام اوکام، کشیشی که در سال حدوداً 1323 دعوی جدیدی مطرح کردند که گفتن برای فهم جهان ما نیاز به حواس داریم، به حواس میشه اتکا کرد و این در برابر اون بحث ذات باوری یا اسنشیالیسم بود در حقیقت، که تفکر رایج میگفت ما یا جوهره پدیده ها رو بایستی بهش دسترسی پیدا کنیم. و خب ایرادی که داشت این بود که، یعنی حالا بحثی که کردیم این بود که این سلسله مراتب اجتماعی بسیار تاثیرگذار بود و خب هرچی افراد مثلا کشیش های عالی رتبه تری بودند صحبت هاشون جدیتر تلقی می شد. جلوتر اومدیم حرف از نومینالیسم یا نامگرایی شد که در حقیقت تعریفش رو این انجام دادیم که کوششی است فعالانه از طریق بشر برای شناخت پدیده ها. و خب نکته ای که وجود داره این کوشش ها چون تمامی نداره، برداشت ما نسبت به زمان هم تغییر خواهد کرد و خب بحث های روازداری در اینجا اتفاق می افتاد و خب تأثیراتی که بر فلاسفه بعد از خودش داشت. انقلاب کوپرنیک رو بحث کردیم که حدوداً 200 سال بعد از اون اتفاق می افته و در حقیقت اینجا بحثی میشه که شناخت و فهم از پدیده دیگر مختص به گروه خاصی نیست. بعد از اون اومدیم جلوتر، حدوداً 100 سال بعد از فرانسیس بیکن صحبت کردیم، دعاوی جدیدی داشتن و در حقیقت شروع عصر خردگرایی که هر کسی که میان نشه میتونه این اظهار نظرها رو داشته باشه. بحث فلسفه علم رو مطرح کردیم، اون نظریه پردازی و این که حالا ما باید اولی فرضیه داشته باشیم، آزمایشش کنیم، تایید و حالا یا اصلاح و یا رد فرضیه. و در حقیقت اینجا بحث شد که ما اینجا شروع تسلط بشر بر طبیعت است. جلوتر اومدیم حدوداً 40-50 سال بعد از اون شک دکارتی رو مطرح کردیم، شک در حواس که در حقیقت فلاسفه قبل از دکارت مطرح کرده بودن. اینجا اون جمله معروف میاندیشم پس هستم شکل میگیره و بعد هم کانت و الی آخر. سری جزئیاتش من حالا خیلی سعی کردم به سرعت و تیتروار عرض کنم، حتما به جلسه قبلی مراجعه کنید و یا کتاب اقتصاد سیاسی مجزی. در بخش فلسفه سیاسی ما از فادیوانی شروع کردیم که در حقیقت مخالف با دخالت پاپ بود و بعد اندیشه ماکیاولی رو مطرح کردیم که مطالعه و موازنه قدرت به جای حذف دیگران در حقیقت شروع رواداری و بحث تأثیر پذیری از اون بحث رواداری فلاسفه. اومدیم جلوتر در رابطه با مارتین لوتر صحبت کردیم، دوره‌ای که خرید فروش بهشت و حالا این مسائل مطرح میشه در اروپا. اومدیم جلوتر بحث مهم لویاتان یا همون هیولای دریاها رو مطرح کردیم از توماس هابز و در حقیقت اینجا جایی بود که صحبت کردیم که نیازمند قرارداد اجتماعی با دولت هستیم که نچرال رایت یا حقوق طبیعی جامعه درش لحاظ بشه. از حق حیات صحبت کردیم، از حق فعالیت های آزادانه که منتهی میشه به حق آزادی و مالکیت شخصی. و اومدیم جلوتر رسیدیم به جان لاک، مفهوم تولد مفهوم اقتصاد سیاسی، انسان اقتصادی و نهایتا تفکیک قوا و آدم اسمیت و جامعه بازار. این تقریبا خیلی خلاصه از صحبت هایی بود که ما در جلسه قبلی داشتیم. آیا اتفاق رو قطعا به این مسائل به صورت عمیق‌تر خواهم پرداخت و هم کتاب هست هم پادکست هست، دوستان میتونن بشنون. من آیا اتفاق ضمن تشکر مجدد و عرض سلام به شما دعوتتون میکنم که میکروفونتون رو باز بفرمایید و صحبتاتون رو ایراد بفرمایید، ضمن اینکه این جلسه همونطور که گفتم ضبط خواهد شد، بعدا در شبکه آوای محیط زیست در شبکه مجازی قابل دسترس خواهد بود. جلسه امروزمون به این گونه است که آقای اتفاق صحبتاشون و سخنرانیشون رو مطرح میکنن که حتما موضوع در یک به قول معروف یک موضوع به یک نقطه سرانجام برسه و بعد اون موقع
از دوستانی که در اتاق تشریف دارن دعوت میکنیم که اگر سوال، نکته و یا اظهار نظری دارن حتما بفرمایید. ضمن اینکه دوستانتون رو به این اتاق دعوت کنید، اتاق رو شیر کنید که افراد بیشتری شنونده مباحث مهم کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست باشن. با اتفاق من در خدمتتون هستم، شنونده شما هستم. خب من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حضور در این جلسه و همراهان این جلسه و دوستان که بعداً به این اتاق خواهند پیوست و شنوای مطالب ما در این حوزه خواهند. امروز 22 مرداد 1401 13 آگوست 2022 و این همونطور که آقای حیدری عزیز گفتن دومین جلسه ما، سربته ما یه جلسه مقدماتی داشتیم و یه جلسه اول، این جلسه دوم ماست و محور گفتگوی ما کتابی است که من سال 98 منتشر کردم به اسم اقتصاد سیاسی محیط زیست. یه کتاب دو جلدیه و این کتاب به زودی تجدید چاپ میشه، یه بخشایی بهش افزوده شده و اون نسخه قبلی هم ویرایش شده، فکر میکنم چند ماه دیگه در دسترس بشه، داره کلی ویراستاریش انجام بشه. خدمتتون شود که ما در جلسه قبلی و این جلسه در مورد اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی صحبت کردیم و محور گفتگوهای ما در جلسه پیش تحول در اندیشه فلسفی و تحول در اندیشه سیاسی بود و امروز میریم یه بحث جدیدی رو آغاز میکنیم. منتها من فقط میخوام به چند تا نکته در جلسه پیش اشاره کنم که اون نکات مهمه. یه بحثی که بعضی از دوستان مطرح میکنن این استش که اصولا به چه دلیل ما باید مفاهیم فلسفی رو باش سر و کار داشته باشیم، جایی که داریم راجع به محیط زیست و اینا صحبت میکنیم. میگن که گفته میشود که در گذشته بعدی بوده به اسم ملا هادی سبزواری و ایشون بهشون اطلاع میدن که یه دستگاهی اومده به اسم فوتوگرافی و این میتونه یه تصویری رو ایجاد کنه از افراد و حاج ملا هادی سبزواری میگه که خب ایشون یه فیلسوفی بوده و آشنا به مفاهیم فلسفی بوده، میگه که طبق قواعد حکمت قدما در واقع کیفیات قابل انتقال نیست و اصلا اصولا همچین چیزی به لحاظ فلسفی امکان نداره که شما بتوانید یک عکسی رو از یه چیزی تهیه کنید و این به لحاظ فلسفی میسر. باز گفته میشه که ناصرالدین شاه دستور میده که مثلا برن از این آقای حاج ملا هادی سبزواری عکسی رو با اون دستگاه فوتوگرافی که از اروپا وارد شده بود بگیرن و بهش نشون بدن و اونم شگفت زده میشه و اینجا همون جایی هستش که نشون میده که فلسفه میتواند به جای اینکه پیشرو علم باشد چند گام هم عقب‌تر از علم باشه و بنابراین همه اون تحولات مهمی که در یه جامعه رخ میده، چه به لحاظ علمی چه به لحاظ اجتماعی، زیربناهای فلسفی داره در اندیشه فلسفی افراد، نباید این رو دست کم گرفت. و در جلسات بعدی وقتی میریم سر وقت نظریه های مختلفی که در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست مطرح میشه میتونیم رابطه این مفاهیم فلسفی رو، این زیربناهای اندیشه فلسفی رو در اون آرا و عقاید و نظریات که موضوع بحث ماست در واقع جستجو کنیم و بیابیم و بدونیم که این ارتباط به چه شکل. آقای حیدری توضیح خوبی در مورد جلسه گذشته دادن. ما در جلسه گذشته در مورد تحول اندیشه فلسفی، تحول اندیشه سیاسی، ظهور مدرنیته، ظهور فردگرایی و سوبژکتیویسم فلسفی صحبت کردیم که اینا بحث مهمیه. من توصیه میکنم دوستانی که اون جلسه رو گوش نکردن حتما
دوباره مراجعه کنن بهش درباره تحول اندیشه سیاسی تئوریزه کردن دولت توسط یه سری اندیشمندان مثل ماکیاولی، ژان بودن، توماس هابز صحبت کردیم و در برابر اونو اندیشمندانی هم بودن که به جای اینکه در تلاش باشن که تئوریزه کنن دولت رو، چون این دولتی که داشتن تئوریزه میکردن به وجود اومد و تبدیل به دولت مطلق شد، تلاش کردن که دولت اندیشه‌هایی رو مطرح کنن برای مهار دولت. این بحث مهم مطرح شد که به موازات تعریف حقوق طبیعی، یعنی حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت و مفاهیم نظیر این و همزمان تحول در اندیشه فلسفی و تولد فردگرایی و سوبژکتیویسم فلسفی، این معنا ایجاد شد که ما از یه دوره به بعد در دوران مدرن انسان صاحب حق متولد شد و جامعه مدرن تجمع افراد صاحب حقه و یعنی افراد در یک در جامعه از یه حقوق برابری برخوردارن و این شالوده جامعه مدرنه. خب خدمتتون هست شود که دست آخر رفتیم سراغ بحث اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی و این بحث مطرح بود که امر سیاسی باید بر امر اقتصادی فرمان براند یا امر اقتصادی باید بر امر سیاسی فرمان براند. یه مثالی رو من خدمت دوستان عرض کردم که توضیح دادم، مثلا روسیه و آلمان دوتا نمونه خوبه از این دوتا شیوه، دوتا روی کرد، به طوری که روسیه مثلا وقتی که قصد داره که حمله نظامی به اوکراین بکنه، آن چیزی که براش اولویته به امر سیاسیه و امر اقتصادی دست پایین رو داره. چرا دست پایین رو داره؟ برای اینکه خب وقتی که یه حمله نظامی رخ میده تبعات اقتصادی داره، ممکنه تحریم رخ بده، شرکت هایی که دارن در روسیه فعالیت میکنن فعالیت اقتصادی میکنن یا شرکت هایی که بیرون روسیه به مشارکت های بین المللی دارن با روسیه، اونا دچار مشکلاتی میشن. اما برای روسیه امر سیاسی دست بالا رو داره و امر اقتصادی در پی اون میدود، در حالی که در مثلا آلمان امر اقتصادی دست بالا رو داره و امر اقتصادی سوار بر اسب امر سیاسیه. و در همین ماجرای اوکراین وقتی آلمان میخواد روسیه رو تحریم کنه، خیلی با احتیاط این کار رو میخواد انجام بده و برای اینکه هم به لحاظ انرژی وابسته است و هم فعالیت های اقتصادی وجود داره که وابستگی هایی به روسیه داره و بنابراین بیش از اون که نگران پیشبرد اهداف سیاسی باشه باید پیشبرد اهداف اقتصادی رو مد نظر قرار بده. خب این اون بحثیه که تو جلسات قبل مطرح شد. اگر اجازه بدید ما بریم امروز سراغ قسمت دوم جلسه خودمون، یعنی اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی بخش دوم. خدمتتون هست شود که اجازه بدید جلسه امروز رو با این بحث مطرح کنید که ما همواره چه به لحاظ فردی و شخصی و چه به لحاظ اجتماعی با این پدیده مواجه هستیم که یه تمایز یا تعارضی بین ترجیحاتمون و بین منافع و مصالح ما وجود داره. یعنی مثلا فرض کنید که ما ممکنه خیلی علاقمند باشیم که غذاهای فست فود بخوریم یا مثلا نوشابه گازدار مثلا بخوریم یا مثلا غذاهای خیلی چرب بخوریم یا مثلا نوشیدنی‌هایی بخوریم که برامون ضرر داره، مثلا نوشابه‌های گازدار مثلا برامون ضرر داره، اونا رو دوست داریم بخوریم یا دوست داریم سیگار بکشیم. خب اینجا ترجیح ما، تمایل ما این هستش که از این مواد استفاده کنیم، اما این ترجیح ما میتونه مغایرت داشته باشه با منافع یا مصالح ما، برای اینکه منفعت ما این هستش که هیچ کدوم اینا رو مصرف نکنیم، نه فست‌فود مصرف کنیم، نه نوشابه گازدار مصرف کنیم، نه سیگار بکشیم. و بنابراین با یه تعارضی بین individual preference و
سلف اینترست خودمون میرسیم، یعنی اندیویژوال پرفرنسمون با سلف اینترستمون مغایرت داره، ترجیحاتمون، رجحانهای فردیمون با مصالح یا منافع فردیمون مغایرت داره. و خب در واقع اینجا اون جای مهمیه که این تعارض اهمیت زیادی پیدا میکنه وقتی که ما وارد یه فضای اجتماعی میشیم. یعنی اگر قرار باشه که در مورد تعارض بین ترجیحاتمون و مسائل فردیمون در قلمرو خصوصی بحث کنیم، ما میتونیم که هر چقدر دوست داریم چیزهای مضر مصرف کنیم و اینم مربوط به خودمونه چون زندگی شخصی ماست و در قلمرو شخصی قلمرو خصوصی این ممکنه اهمیت زیادی نداشته باشه، اما در قلمرو اجتماعی در قلمرو عمومی این موضوع اهمیت زیادی پیدا میکنه. مثلا فرض کنید که شما ترجیح میدید که یه خودرو مثلا 8 سیلند رو در خیابان برانید، اما این خودرو 8 سیلند مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد میکنه، مقدار زیادی انرژی مصرف میشه، دود زیادی ایجاد میکنه، دودش شهر رو آلوده میکنه و بنابراین ترجیحات در واقع جامعه یا ترجیحات فردی میتونه بود منافع اجتماعی در تعارض باشه. و برای حل این مشکل راهکارهای متفاوتی در واقع پیشبینی شد. یعنی در واقع جایی که ما به دلیل سبک زندگی مورد علاقه‌مون ممکنه که هزینه اجتماعی ایجاد بکنیم، مثلا کربن زیادی منتشر کنیم، این میتونه کاملا آگاهانه یا ناآگاهانه باشه. یعنی من به عنوان یه مصرف کننده ممکن است که سبک زندگی رو برگزیدم که به محیط زیست آسیب میرساند بیان که بدانم یا نه میدونم که این مشکلات هم داره برای جامعه ایجاد میکنه، اما خب این لایف استایل همه دیگه، این سبک زندگی منه، دوست دارم اینجوری زندگی کنم و ازش هم لذت میبرم. و وقتی که در این دوست داشتن از قلمرو شخصی وارد قلمرو اجتماعی میشه، تبدیل به یه مشکل اجتماعی میشه و این اون جاییه که مفاهیم محیط زیستی ارتباط پیدا میکنن به این موضوع. خب حالا پرسشی که مطرح اینه که چه کار باید کرد؟ یعنی اگر من دارم یه سبکی از زندگی رو دارم که این سبک از زندگی با مصالح اجتماعی سازگار نیست، چگونه باید این موضوع رو حل کرد؟ این یکی از اون پرسش‌های مهمیه که ما در واقع باید ابتدای این کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست مطرح شده و ما باید به این پرسش توجه کنیم و تمام طول کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست هم تلاش شده که پاسخهایی رو که در عرصه نظر برای این پرسش وجود داره ارائه بشه و اینو با هم مقایسه بشه و ببینیم که اوضاع چقدر. یکی از پاسخهایی که به این پرسش داده میشه این هستش که ما باید یه جامعه جدید ایجاد کنیم، یعنی این نظم اجتماعی موجود رو از بنیان متحولش کنیم، از بین ببریمش، یعنی ویران کنیم همه اون نظم اجتماعی موجود رو و بر فراز خرابه های این نظم اجتماعی موجود یه نظم جدید ایجاد کنیم، یه دنیای جدید ایجاد کنیم. خب این یکی از پاسخهایی هستش که به این پرسش داده میشه که راجبش صحبت میکنیم. یه پاسخ دیگه این هستش که راهکار حل مسئله دولته. دولت در واقع به عنوان حافظ منافع اجتماعی باید بیاد منفعت اجتماعی رو تشخیص بده و وقتی که منفعت اجتماعی رو تشخیص داد طبق اون عمل بکنه. ممکنه که من یه خود رو اکسیلندی دارم، دوست دارم آگاهانه یا ناآگاهانه میخوام از این خودرو استفاده کنم، اما این مقدار زیادی دود میده و این شهر رو آلوده میکنه و برای این دولت باید وارد مسئله بشه و مسئله رو حلش بکنه.
پاسخ سومی که میشه به این پرسش داد این هستش که، یعنی پاسخ سومی که به این پرسش میدهند این هستش که برخلاف تصور رایج هیچ نیازی به دخالت دولت نیست و سازوکار بازار و قیمت‌ها خود به خود مسئله را حل می‌کند و اصولا خود دولت بخشی از مشکله، چون شما خیلی جا می‌بینید که اون دولتی قرار است بیاد مشکلات رو حل کنه خودش مشکلاتی رو ایجاد می‌کنه و بنابراین اینم یه پاسخ به این مسئله. پاسخ چهارمی که میشه به این رویکرد به این پرسش داد این هستش که این رویکردیه که معتقده که کلید حل مسئله در رأی اکثریت و اراده عمومی است و مردم سالاری راهکار حل مسئله است. یعنی ما همه چیز رو اراده عمومی واگذار میکنیم و پاسخ همه مشکلاتمون رو از دل اون اراده عمومی در میاریم و این راه حل مسئله نه دولت نه بازار نه ایجاد جامعه جدیده، بلکه همیشه میتونیم به رأی اکثریت و اراده عمومی اتکا کنیم و مشکلاتمون رو در واقع اونجوری حل بکنیم، با اتکای به اراده عمومی حل بکنیم. خدمت شما هست شود که یک پاسخ پنجمی هم من الان اینجا آوردم که اینم مطرح کنم و بعد بریم سراغ بررسی این پاسخ ها، چون اینجا فضاییه که داریم به تدریج وارد فضای اقتصاد سیاسی میشه، اقتصاد سیاسی محیط زیست میشه. پاسخ پنجمی هم که وجود داره این هستش که راهکار ما برای حل مسئله اتکا به سنت هاست، چون خیلی از چیزها رو شما نمیتوانید در اراده عمومی یا آنچه که دولت میخواد مثلا مقرر کنه یا چیزای شبیه به این پیدا کنید و باید وارد فضای بشید که با استفاده از سنت ها و مناسبات اجتماعی حاکم، مناسبات اجتماعی تاریخی در اون حوزه ها برید راه حل پیدا کنید. همه ما میدونیم که وقتی مثلا راجب بایو دایورسیتی داریم صحبت میکنیم، یعنی راجب تنوع زیستی داریم صحبت میکنیم، تنوع زیستی رو در گذشته مثلا به سه بخش اصلی تقسیم میکردن، گفتن که مثلا ژنتیک دایورسیتی، اسپیشیز دایورسیتی و اکوسیستم دایورسیتی، یعنی تنوع ژنتیکی، تنوع گونه ها و تنوع اکوسیستم، اینا اجزای تنوع زیستی شناخته می شد. اما بعدا یه عنصر چهارم دیگه هم بهش اضافه شد و معتقدن که در واقع ما این عنصر چهارم هم که در واقع سنت های بومی یا دانش بومی در جوامع محلیه، عنصر بسیار مهمی در به موازات این سه تا سرفصلی که من عرض کردم، یعنی غیر از اون تنوع ژنتیکی، تنوع گونه ها و تنوع اکوسیستم، و دانش بومی در جوامع محلی هم اهمیت زیادی داره. صدای من میاد آقای ادری؟ بله صدای شما رو داریم، بفرمایید. که بهش میگن اینده جنس ناله، یعنی دانش بومی در جوامع محلی. بنابراین شما اونجا میگن سنت ها هم مهمه، مردم دنیا با یه شیوه هایی یاد گرفتن که زندگی کنن، سازوکارهایی رو در طول زندگیشون پیدا کردن، چه تو فعالیت های اجتماعیشون و چه تو فعالیت های تو ارتباطشون با طبیعت، و بنابراین اون سنت ها هم اهمیت داره و شما نمیتونید سنت ها رو کنار بذارید و همه چیز رو با اتکای به دولت یا به عقل یا چیزای شبیه به این درست. بنابراین میخوام بریم سر وقت این پنج تا راهکاری که گفته شد که با در واقع اتمام این
مقدمه بتونیم از جلسات بعد بریم سراغ تک تک نظریه هایی که در این حوزه وجود داره که اینا بسیار اهمیت داره. خب اون ایده‌ای که معتقده که ما میتوانیم یک دنیای جدیدی بسازیم، یک جامعه جدیدی بسازیم، کسایی که این ایده رو مطرح میکنن، شما میتونید هم در نزد طرفداران مثلا اندیشه های سوسیالیستی و چپ پیدا کنید و هم در نزد طرفداران اندیشه های غیر سوسیالیستی و طرفداران نظام بازار پیدا کنید. یعنی در هر دو طرف این ماجرا کسانی هستند که باورشون این هستش که میتوان اون نظام اجتماعی موجود و فعلی رو از بنیان در واقع ویران کرد و روی خرابه های اون شما یه نظم اجتماعی جدید ایجاد کنید. و این در واقع شیوه تفکر اصولا شیوه تفکر خیلی خطرناکی است و یه شیوه پاسخ دادن بهش این هستش که ما در اصولا در با سه جور پدیدار مواجه هستیم. ما پدیدارهایی رو داریم که مبتنی بر نظم طبیعی هستن، مثل مثلا گردش زمین دور خورشید و گردش ماه دور زمین. اینا نظمی هستن که طبیعی هستن و انسان درشون دخالتی ندارد. پدیدارهایی رو داریم مبتنی بر نظم مصنوع. مثلا فرض کنید وقتی شما خط تولید یک کارخانه تولید پنیر رو بازدید میکنید، میبینید که این یه نظم مصنوعیه که در هر لحظه یه تجهیزاتی وجود داره، یه مواد اولیه از یه جایی وارد میشه، یه فرآیندی اونجا رخ میده و تبدیل به یه محصول نهایی میشه و همه اینا ضمن اینکه عامل انسانی در به وجود آوردنش و حضور داشته، همه این نظم هم مصنوعه و ساخته افراد مشخصی. پدیدارهایی هم داریم که مبتنی بر نظم خودجوش هستن و ضمن اینکه عامل انسانی دارن، اما الزاماً به این مفهوم نیست که اینا کاملا آگاهانه و برنامه ریزی شده ایجاد شده. مثلا شما وقتی داریم راجع به زبان صحبت میکنیم، زبانی که باش داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، این زبان یه نظم خودجوشه، در طول سالیان دراز به تدریج به وجود اومده و شما نمیتونید کشف کنید که این زبان چگونه به وجود اومده. و البته اون گاه هر از گاهی ما یه تغییراتی توی این دادیم، اما بنیان این نظم نظمیه که ضمن اینکه عامل انسانی داره، به رغم اینکه انسان در اشتغالت داشته، اما آگاهانه و برنامه ریزی شده نیست و به مرور زمان برای فائق اومدن بر مشکلات و مسائل و اینا به وجود اومده و شکل گرفته و شما نمیتونید اینو به این راحتی تغییرش بدید. مثلا یه زبان جدید ایجاد کنید. دوستان ما میدونن که در گذشته یه عده‌ای سعی کردن یه زبانهای جدید ساده ایجاد کنن که این زبانها تبدیل بشه به زبان مکالمه بین کشورها به جای زبان انگلیسی. یعنی سعی کردن به جای اینکه این پیچیدگی‌هایی که در زبانهای امروزی وجود داره، مثلا شما وقتی که میخواید زبان آلمانی بیاموزید، بعضی از کلمات مذکر هستن، بعضی از کلمات مؤنث هستن. وقتی میخواید مثلا زبان انگلیسی بیاموزید، تعداد زیادی استثناء و استثناءات خارج از قاعده وجود داره. بنابراین به جای اینکه این خودمون رو درگیر این پیچیدگی‌ها کنیم، فکر کردن که میتونن یه زبان جدید ایجاد کنن و اون زبان خیلی ساده باشه، هیچ استثنایی هم نداشته باشه و یاد گرفتنش هم خیلی ساده باشه، اما هیچ کدوم اینا موفقیت‌آمیز نبوده. برای اینکه همونطور که در واقع من در جلسه قبل خدمتتون توضیح دادم، بعضی از رویکردهایی که ما در مورد بهش صحبت میکنیم مبتنی بر نوعی خردگرایی و عقل باوری افراطی هستند و در واقع ما در اروپا بعد از اون تحول اندیشه فلسفی وارد عصر خردگرایی و عقل باوری شدیم
و این تحول به سمت خردگرایی و عقل باوری یه نتایج مثبت داشته و یه نتایج منفی. نتایج مثبتش این بوده که ما این عقل باوری رو که از دکارت به بعد میتونیم بگیم عقل باوری دکارتی اسمشو بذاریم، اسمشو عقل باوری دکارتی بذاریم. وچه مثبت این عقل باوری دکارتی و خردگرایی که راجع به فرانسیس بیکن نسبت دادیم منجر به انقلاب صنعتی میشه و تحول علوم و فناوری و پیشرفت‌های عظیم در دانش بشری رو در پی میاره و همه اون زندگی که ما امروز داریم که چه در عرصه علوم و چه در عرصه‌های متنوع زندگی در واقع میتونیم از سطح بالایی از فناوری و علوم و این استفاده کنیم حاصل این گرایش به خردگرایی و عقل‌باوری. مثلا فرض کنید که وقتی اون برادران ویلبر رایت مثلا میرن هواپیما رو اختراع میکنن، این یه جور عقل باوریه، برای اینکه تا قبل از اون کسی که پرواز نمیکرده، که همه فهم کردن که باید روی زمین راه برن یا روی زمین حرکت کنن، یه عده عقل باورانه میرن سر وقت آسمان و فهم کنن که میتونن وسیله ای رو ایجاد کنن که رو در اون استفاده از اون پرواز بکنن. این عقل باوری دکارتی جنبه خیلی منفی هم داره و جنبه منفیش این استش که به این سوء تفاهم منجر میشه یا شده که عقل یه قدرت و ظرفیت نامحدودی داره و میتونه همه یه نرسپای خودجوشی رو که عرض کردم رو ساقط و نابود کنه و به جاش یه نرسپای جدیدی رو ایجاد بکنه. شما اینو میتونید هم در عرصه های طبیعی سراغ بگیرید و هم میتونید در عرصه های اجتماعی سراغ بگیرید. در عرصه های طبیعی با مثلا مثال محیط زیستی میشه اینجوری توضیح داد که ما در واقع سه تا نسل تفکر محیط زیستی در طول تاریخ داشتیم. ما الان در نسل سوم هستیم. در نسل اول این تلقی از محیط زیست بوده که عناصر طبیعی اجزای جدایی از هم هستند و به هم یه ارتباطایی دارن اما جدایی از هم هستند، بنابراین این سوء تفاهم وجود داشت که اگر شما مثلا مقدار زیادی درخت ببرید خب بعدا میتونید هر موقع که دلتون خواست دوباره جنگل‌های جدیدی ایجاد کنید و به درخت‌های زیادی رو دوباره بعداً بکارید، یا اگه درخت مثلا تعداد مقدار زیادی درخت رو بریدید و از الگورش استفاده کردید خب بعداً اگه چوب نبود میتونیم به جای چوب از یه ماده جدیدی مثلا مثل پلاستیک استفاده کنیم. این نسل اول نسلیه که اجزای در واقع محیط زیستی رو اجزای منفک از هم میپنداره و تصور میکنه. در نسل دوم تفکر محیط زیستی ما شاهد رویکردی هستیم که معتقده که اینا ارتباط زیادی با هم دیگه دارن و معتقده که اینا یک پارچه هستن، این عناصری که وجود دارن عناصر طبیعی اینتگریتد هستن یا یک پارچه هستن به هم متصل هستن، اما هنوز به اهمیت یا جدیت میزان اثرگذاری این اجزا پی برده نشده در نسل دوم. و در نسل سوم تفکر محیط زیستی که ما الان در درون اون نسل قرار داریم دیگه اصلا ما راجع به اجزای محیط زیستی صحبت نمی کنیم، بلکه راجع به یک کل پیوسته‌ای صحبت می کنیم که این کل پیوسته ارتباط لاینفکی با هم دیگه داره و نابودی مثلا یه پشه یا یه حشره در یه جایی توی دنیا توی صحرای دیگه میتونه تحولات زیادی در یه جایی دیگه سیاره زمین ایجاد بکنه، بیان که ما بتونیم یا قادر باشیم ارتباط اینا رو با هم دیگه درک بکنیم. و بنابراین وقتی که میریم سر وقت اون نسل اول
تفکر محیط زیستی و تا حدودی نسل دوم تفکر محیط زیستی شاید اون عقل باوری هستیم، یعنی اون عقل باوری که قدرت نامحدودی برای عقل انسان قائله و تصور میکنه که ما میتوانیم به همه اجزای محیطمون پی ببریم. خب این همونطور که من در جلسه قبل رو صحبت کردیم هر کردم که در واقع خردگرایی بیکنی یا عقل باوری دکارتی به اینجا منتهی میشه که ما میتوانیم همه طبیعت رو تسخیر کنیم و برش مسلط بشیم و هیچ چیز نادانسته‌ای درش وجود نداشته باشه. الان دوستانی که تو حوزه محیط زیستی یا مثلا مدل سازی های مثلا هواشناسی یا چیزهای شبیه به این کار میکنن میدونن که شما پیچیده ترین مدل هایی رو که درست میکنید برای در حوزه محیط زیستی انقدر عوامل زیادی وجود داره که میتونن همه اینا رو در واقع تحت تاثیر قرار بدن و شما تو هر مدلی که میسازید در واقع تعداد کمی از عناصر رو درش دخالت میدید و مجبورید که ساده سازی بکنید برای اینکه بتونید یه مدل سازی بکنید توی مفاهیم پیچیده‌ای که اونجا وجود داره. بنابراین این وجه منفی باوری دیگه، مثلا شما اون سیلی که در دروازه قرآن شیراز رخ داده بود، این خودش یه شکلی از این عقل‌باوریه، یعنی یه مسیری که در گذشته مسیر رودخانه آب بوده اینو میبندن، میگن که ما بر همه چیز آگاهیم و میدونیم که با بستن این رودخانه هیچ مشکلی به وجود نمیاد، چون در واقع اون کسی که داره این کارو میکنه خیلی عقل‌باورانه دست به این اقدام میزنه و بر این گمانه که خب مثلا در طول 10 سال گذشته یا 20 سال گذشته یه قطره آب هم از اینجا رد نشده و بنابراین ما میتونیم تمام این مسیر رودخانه رو بپوشانیم از ساختمان و نمیدونم تأسیسات و اینا و بعد وقتی که یه بحران جدید آبی به وجود میاد متوجه میشن که اون تلقی اونا نسبت به اون فضا اشتباه بوده. و با دوباره یه گزارشی رو من دیروز میدم که توی یزد مثلا یه رودخانه بوده که سالهای زیادی اونجا آبی رد نمیشده، بعد وقتی سیل اومده مثلا حجم زیادی آب از اونجا از اون مسیر رد شده و یه مشکلاتی ایجاد کرده. منظورم این استش که اینا رویکردهای عقل باورانه در عرصه علوم طبیعی در مواجهه انسان با طبیعت و شما میتونید این عقل باوری رو در عرصه اجتماعی هم پیدا کنید. در عرصه اجتماعی مثلا فرض کنیم که به نظرم میاد که مثلا دو تا انقلاب رو با هم مقایسه کنید، انقلاب فرانسه و انقلاب انگلستان. انقلاب فرانسه 1789-1799 بوده و انقلاب شکوهمند انگلستان 1688 بوده. در انقلاب انگلستان انقلابیون تلاش کردن که دولت وقت و پادشاه وقت رو وادار کنن که ضمن اینکه داره سلطنت میکنه تن به حاکمیت قانون و نظام مشروطه بده و تن به پارلمانتاریسم، یعنی سعی کردن با اتکا به اجزای موجود اون نظم اجتماعی موجود که سلطنته تغییراتی بدن تا بتونن اون نظم اجتماعی موجود رو بهبود بدن. در حالی که اشتباهی که در فرانسه رخ داد که متأثر از اون اندیشه های روسو و اینا بود این بود که اون انقلابیون فرانسه هر آن چیزی که در گذشته وجود داشت، هر نظم اجتماعی که در گذشته وجود داشت همه اونو نابود کردن، زیر پا گذاشتن، همه اونو خراب کردن و میخواستن روی اون نظم گذشته یه نظم جدید ایجاد بکنن و این تبدیل شد به یه دریای خون در انقلاب فرانسه. همونایی که انقلاب کردن چندی بعد چند صباح بعد گردن زده شدن با گیوتین و اون انقلاب ثمری نداشت. و بعد شما میبینید که وقتی به این شیوه تفکر در حوزه اجتماعی هم میرسید اون شیوه تفکری که فکر میکنه ما میتونیم همه اون نظمای اجتماعی رو
همه اون نصفهای خودجوشی رو که عرض کردم رو از بین ببره، میتونه یه نظم اجتماعی جدید درست کنه که اون نظم اجتماعی جدید خیلی راحت ساده کار میکنه و هیچ مشکلی نداره. الان شما مثلا عرض کردم هم توی اندیشه های مثلا چپ میتونید اینو پیدا کنید، هم در بین طرفداران مثلا نظام بازار میتونید یه افرادی رو پیدا کنید. بین طرفداران نظام بازار مثلا لیبرتاریان ها هستن و بین طرفداران مثلا اندیشه چپ فرضاً در حوزه محیط زیست مثلا اکوسوسیالیست ها هستن. یعنی اونا میگن ما این نظم موجود رو از بین میبریم. هر دوتایشون میگن، هم لیبرتاریان ها هم اکوسوسیالیست ها، با وجود اینکه کاملا از لحاظ بنیان نظری یکشون کاملا چپه و یکشون کاملا راسته، اما هر دوتایشون معتقدن که ما میتوانیم همه اون نظم اجتماعی موجود رو از ریخت به هم بریزیم، از بین ببریم و یه نظم جدید ایجاد کنیم. و همواره این اندیشه در طول تاریخ نشون داده که این تفکر خطرناکی بوده و جامعه رو با بحران‌های بسیار بزرگی مواجه کرده. این تلقی ساده انگارانه که ما یه ظرفیت نامحدودی بر عقلمون قائلیم و همه اون سنن گذشته رو، همه اون مناسبات تاریخی اجتماعی رو میتونیم نابود کنیم و یه مناسبات جدیدی رو یه شبه خلق و ساعه درست کنیم و برپا کنیم. خب بس بنابراین باز مثال متعددی واقعا وجود دارد که مثلا شما میبینید که این مثلا به صورت تاریخی هیچ کس مثلا سوپ خوفاش نمیخورده، یا ظاهرا مثلا تو چین مثلا عادت غذایی نداشتن به خوردن مورچه خار نمیدونم پانگولین، اما یه عده مثلا از این کارا میکنن و بعد از گله این مثلا ویروس مثلا کرونا در. یا بعد بفرمایید که آمریکا 20 سال توی افغانستان فعالیت میکنه، قانون مدنی آمریکا رو میارن تو افغانستان که اجرا کنن. 20 سال آمریکا تلاش میکنه که این قانون مدنی رو اونجا ایجاد بکنه، جا بندازه، و روزی که داره از افغانستان خارج میشه و دوباره طالبان برمیگرده به افغانستان، هنوز بعد از 20 سال هنوز آمریکایی‌ها پای خودشون رو از افغانستان بیرون نذاشته بودن، به جای قانون مدنی آمریکا در عمل قانون حنفی اجرا میشد. و این نشون میده که شما نمیتونید عقل باورانه اون نظم‌ها و سنت‌های اجتماعی رو که توی جامعه وجود داره در نظر نگیرید، دور بندازید و در واقع نظم اجتماعی جدید ایجاد کنید. خب میشه گفتش که اجازه بدید بریم سر وقت اون نگاه دوم، نگاهی که فکر میکنه دولت باید مسائل ما رو حل کنه. یعنی نمیگه که ما یه جامعه جدید ایجاد میکنیم و اینا، از این حرفا نمیزنه. میگه که نه، در همین نظم اجتماعی موجود بهتره که دولت متولی اموری بشه که این امور بتونه مسائل رو حل بکنه دیگه. دولت بیاد وارد مسئله بشه، ما مسائلمون و مشکلاتمون و اون تعارض بین رجحان‌های فردی و منافع اجتماعی رو واگذار کنیم به دولت، دولت بیاد مسئله رو حل کنه. خود این نگاه یه بخشیش مشکلش اینه که یه عقل باوری دکارتی دوباره اینجا، یعنی فرض میکنه که یه عده‌ای در دولت با من سیاستمدار و کارگزار دولتی یه عقل نامحدودی دارن که میتونن به جای همه جامعه تصمیم بگیرن و خوب و بد تشخیص بدن، و ضمن این که اصلا خیرخواه جامعه هم هستن دیگه، هیچ منفعت شخصی ندارن. این سیاستمدارا و کارگزارای دولتی هم عقل کل هستن و هم منفعت شخصی ندارن و مثل یه فرشته هایی که از عقل بی پایان و خرد بی پایان و نیکی بی پایان در واقع بهره‌مند هستن، میتونن راهگشا و حلال همه مشکلات ما باشن. خب اینم به نظر میاد که با مشکلاتی مواجه چنین تلقی از روش حل مسئله. رویکرد دیگه که اونجا مطرح بود این بود که
خدمتتون هست که ادعا میشد که خب نیازی اصلا به دخالت دولت نیست، یعنی یه راه حل هم این بود، میگفتن که طرفدارای مثلا برخی از طرفداران نظام بازار معتقدن که اصلا شما مسئله رو بدون نیاز به دولت میتونید حل کنید. اصلا برخی از طرفداران نظام بازار هستن که معتقدن که نیازی به وجود دولت نیست، یعنی لیبرتاریان هایی هستن که معتقدن ما اصلا به چیزی به اسم دولت نیاز نداریم، یا اصلا بدون دخالت دولت میشود همه مسائل اجتماع رو حل کرد. من با عنوان مثال مثلا اگه یه شخصی بخوام اشاره کنم، یه چهره علمی برجسته در این حوزه بخوام اشاره کنم، یکی از این شخصیت ها بعضیه به اسم مورای روتبارت که انسان بسیار عالمیه، نظریه‌های قابل اعتنایی در حوزه اقتصاد و فلسفه داره و یه کتابی ازش در ایران منتشر شده به اسم قدرت و بازار و ایشون تفکرش نسبت به محیط زیستی همون تفکر نسل اولیه، یعنی میگه ایشون میگه که البته خب این نوشته هایشون هم مال مثلا دهه 1970 و ایناست دیگه، حالا مثلا این دوران هم هنوز هم دانش محیط زیستی زیاد نبود، هم بحران های محیط زیستی زیاد نبود. به هر حال اون تفکر اینه که خب حالا اگه ما جنگل های زیادی رو بریدیم تبدیل شد به الوار، ما این الوار رو احتیاج داریم برای تولید، اگه الوار کم شد خب بعدا بازار میتونه یه جای ماده دیگر رو جایگزین کنه، به جای الوار از یه چیز دیگه استفاده کنه. بله میشه این کار کرد، منتها باید ببینیم که این درختایی که بریدیم چه تأثیری، چه بلایی به سر اون تنوع زیستی ما میاره و آیا اصلا بعد از یه جایی به بعد ادامه حیات خود بشر رو سیار زمین میسر است یا میسر نیست. بنابراین شما به دلایل زیادی میتونید ببینید که نظام بازار و قیمت ها میتونن در برخی از موارد حلال مشکلات نباشن. من یه مقاله یه جایی نوشته بودم این مورد رو مثلا توضیح داده بودم، فرض کنید که دو تا پیمانکار هستن، اینا خط آبکاری دارن دیگه، اونایی که با خط آبکاری فلزات آشنا هستن میدونن که این خطوط آبکاری فلزات یعنی یه لایه‌ای روی سطح فلزات ایجاد میشه بهش میگن آبکاری. اینا وقتی که دارن با این وانهای مخصوص آبکاری کار میکنن، پسماندهای اینا بسیار سمیه دیگه، مقدار زیادی سیانور و فلزات سنگین و اینا داره، اگه اینا رو در تصفیه در واقع شیمیایی بکنن و مراقبت کنن که مشکلی برای این یعنی مراقبت کنن که پسمانده وارد آب نشه، وارد سفره‌های زیرزمینی نشه، خب این روشیه که باید اجرا کنن به لحاظ محیط زیستی. مقرراتی هم برای این حوزه حاکمه. حالا ممکنه یه نفر دیگه هم پیدا بشه توی حیات کارخونه خودش بدون اینکه کسی بدونه، بدون هیچ گونه تصفیه پس آب صنعتی، این آب رو وارد مجاری آبهای عمومی بکنه دیگه، بره توی سفره آب زیرزمینی، بره توی وارد رودخانه ها بشه و این فلزات سنگین، نمیدونم سیانور، املاحی که بسیار برای انسان مضر رو وارد آب بکنه. کسی که داره این کارو میکنه، یعنی کسی که از اون سیستم تصفیه پس آب صنعتی استفاده نمیکنه، خب قیمت محصولش هم پایین تره دیگه. شما وقتی که مراحل بعضی از اقدامات مثلا کیفی یا محیط زیستی رو روی کالاتون انجام ندید، میتونه قیمتتون هم پایین تر باشه. حالا اگه کیفیت کالاتون بالا باشه، یعنی مشتری که میخواد بیاد کالای شما رو بخره، میبینید کالایی که شما دارید کیفیتش خوبه، اما نمیدونه که شما به عنوان تولید کننده پسابای صنعتی این فرایند تولیدتون رو تصفیه نکردید. بنابراین اگه بخوایم امور رو واگذار کنیم به قیمت ها در بازار، شما میتونید تولید کنندگانی رو بیابید که اون تولید کنندگان کالای با کیفیت و قیمت پایین تری رو میتونن به بازار عرضه کنن،
که بخشی از پایین بودن قیمتشون متأثر و برخواسته از این باشه که اون قواعد محیط زیستی رو در فرآیندشون رعایت نکردن. یعنی مثلا فرض کنید پسابای صنعتیشون رو بدون اینکه از یه سیستم تصفیه معقولی برای این کار استفاده کنن وارد آبهای جاری کردن. این نشون میده که سیستم قیمت‌ها میتونه در نظام بازار عمل نکنه. حالا واکنش طرفداران نظام بازار هم در این مورد متفاوته. یعنی مثلا شما میتونید اشخاصی رو پیدا کنید که اشخاص بسیار شاخص طرفدار نظام بازار رو پیدا کنید که اونا معتقدن که بله باید دولت وارد کار بشه و اونجا مثلا نیاز است که نیاز به شخصیتی مثل دولت داریم که وارد ورود کنه به مسئله و به هر حال مسئله رو حل کنه و یه همچین بحثای مطرحه. یا شخصیت های بارزی هم داریم در فرض بکنید که در طرفداران نظام بازار مثل مثلا مورای رودبار که اون معتقده که نه نیازی نیست، مثلا نیازی به دولت وجود نداره، چه برسه به اینکه دولت بخواد مسئولیت های محیط زیستی رو اجرا کنه. جالبه بدونید که از جمله کسانی که از برجسته ترین طرفداران نظام بازار که معتقده در چنین مواردی دولت باید نقش آفرینی کنه، فردریش بون هایکه، یعنی یکی از اون شخصیت برجسته که دست بر قضا با مورای روتبار دارن جزء یه مکتبن، یعنی جزء پردازاشون جزء طرفداران مکتب اوتریش هست. خب یه گزینه دیگه که ما مطرح میکردیم، یعنی در واقع یکی از اون پاسخهای دیگه‌ای که مطرح بود، سوال چی بود؟ سوال این بود که وقتی بین رجحان‌های فردی، بین ترجیحات و رجحان‌های فردی و منافع اجتماعی و مسائل اجتماعی تعارضی پیش اومد، این تعارض رو چگونه باید حل کرد؟ یه پاسخ این بود که ما یه جامعه جدید ایجاد می‌کنیم. یه پاسخ این بود که دولت مسئله رو حل کنه. یه پاسخ اینه که خدمتتون عرض شود که یه پاسخ اینه که بازار مسئله رو حل میکنه بدون نیاز به دولت. پاسخ چهارم این بود که ما میتونیم به اتکای رأی اکثریت و اراده عمومی مسئله رو حل کنیم. خب در اینم خیلی مناقشه است دیگه. اینم از اون بحثاییه که ما در جامعهمون یه سوء تفاهم بزرگی وجود داره و خیلی از در واقع فرهیختگان ایرانی متاسفانه دموکراسی رو یا اراده جمعی دموکراسی رو مردم سالاری ترجمه کردن، در حالی که اصلا دموکراسی مردم سالاری نیست. مردم سالاری یعنی این که اکثریت جامعه میتونن هر چیز رو تصویب بکنن. خب اکثریت جامعه میتونن چیزای خطرناکی رو تصویب بکنن که به صلاح جامعه نباشه. یعنی دموکراسی حاکمیت قانونه نه مردم سالاری. یعنی مردم اراده جمعی یا اکثریت جامعه نمیتوانند مثلا حقوق فردی رو زیر پا بذارن، همون حقوق طبیعی که گفتیم جان لاک گفته حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت رو نمیتونن زیر پا بذارن. حتما مطلع هستید که بعضی از این قبایل بدوی وجود داشتن که معتقد بودن باید مثلا ماهی یا هر فصل مثلا یکی از اعضای قبیله رو قربانی کنن. یعنی یه نفر انسان رو برمی‌داشتن می‌بردن در یه فصلی، در یه موعدی، در یه دوره‌ای اینو قربانی می‌کردن، حیات این رو ازش سلب می‌کردن و می‌گفتن که این باید ارواح اجدادمون مثلا ما رو ببخشن و این خدایان از ما راضی باشن، باید یه نفر قربانی کنن. یعنی اکثریت یه جامعه میتونه معتقد به یه چیزایی باشه که این صلاح جامعه نباشه. شما میبینید که از اراده عمومی و عقل جمعی مثلا فاشیست میشه دیگه. هیتلر از درون همین دموکراسی که معتقد دموکراسی مساوی است با مردم سالاری بیرون میاد و البته ترامپ هم جزو کسایی هستش که از نظام دموکراتیک بیرون میاد و سعی میکنه که به سمت نژادپرستی، زن ستیزی،
بره سعی میکنه که اقداماتی رو بکنه که نشون میده که اعتقادی به مصلحت جمعی نداره، مثلا از همه معاهدات بین المللی خارج میشه و یه جوری بی اعتقادی به حاکمیت قانون داره. منتها خب بالاخره توی ایالات متحده اون نظام قضایی یه جایی جلوشو میگیره و رسانه ها خیلی اقدام میکنن علیش. بنابراین میخوام بگم که در تحلیل این رویکردی که معتقد مسائلمونو میتونیم با رأی اکثریت، اراده عمومی یا عقل جمعی در واقع حل و فصل کنیم، این اشکال بزرگ هست که ما نمیتونیم این چنین بکنیم، مسائلمون اینجوری حل بکنیم. دموکراسی معنیش حاکمیت قانونه و این قانون متأثر از مجموعه از مناسبات تاریخی اجتماعی که از دل یه جامعه بیرون میاد و نمیشه که یه شبه یه بیان برای خودشون یه سری قوانینی رو وضع کنن و حقوق فردی افراد دیگر رو، همون نچرال رایتسی که جان لاک میگفت، زیر پا بذارن. همجور که جلوتر میریم به اون چیزایی که در گذشته گفتیم، به اون مواد و مسائلی که در گذشته راجع بهش صحبت کردیم، نیاز پیدا میکنیم دیگه. خب به نظر میاد که آخرین پیشنهادی که مطرح بود این بود که از سنت کمک بگیریم. یعنی سنت ها میتونن مسائل ما رو حل بکنن. خب یه جایی هم واقعا به جایی میرسیم که سنت ها هم خودشون با یه مشکلاتی مواجه هستن. حتما میدونید که مثلا در بعضی از مناطق ایران عقد، میگن که عقد دخترموها و پسرموها تو آسمان بسته شده. یعنی یه دختر یا یه پسر که میخواد بره ازدواج کنه، اجازه انتخاب فردی نداره، آزادی فردی نداره، برای اینکه سنت ها بهش حکم میکنن که حتما باید بره با دخترموش یا پسرموش ازدواج کنه و این سنت دیگه. یا مثلا میدونید که در برخی از مناطق مثلا جهان مثلا وجود داشته که تو برخی از مناطق مثلا کشورهای عربی، مثلا جوامع عربی، مثلا این سنت بوده که دختره وقتی یه دختر به دنیا می اومده زنده به گورش میکردن، چون معتقد بودن که یه فرزند خوب فرزند پسره و دختر مایه ننگه و دختر باید زنده به گور بکنن. و خب این سنت دیگه. و برای من به نظر میاد که سنت هم همه مشکلات ما رو حل نمیکنه. یعنی یه جایی در برخورد با پوتین، یه جایی در برخورد با سنت ها نیاز به عقل هستیم. یعنی عقل باید به ما کمک کنه تا مشکلاتمون رو حل بکنیم و سنت ها به تنهایی نمیتونن مسائلمون رو حل بکنن. مثلا با یه مثال دیگه بزنم، توی بعضی از جوامع مثلا افغانستان شما شاهد این هستید که سنتی به اسم پوشش مثلا برقه وجود داره و خب این سنت دیگه، اما محدودیت های اجتماعی برای افراد ایجاد میکنه، آزادی فردیشون رو سلب میکنه. و این همه نمونه هاییه که نشون میده که خدمتتون عرض شود که سنت هم پاسخگوی حل مسئله نیست. من انتهای در واقع فصل اول کتاب که اسمش هست در واقع اندیشه، خدمتتون عرض شود اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی، سعی کردم که در یه جمع‌بندی همه این رویکردهایی رو که عرض کردم به دو تا چهره سیاسی و فلسفی برجسته نسبت بدم. یکیش فردی به اسم جان دیوی و دیگری فردی به اسم هانا آرنت. جان دیوی معتقده که در واقع یک کسی باید قیم جامعه باشه برای اینکه جایی که مردم خودشون رجحان‌های فردیشون با منافعشون مطابقت نداره،
دولت مثلا باید بیاد قیمشون باشه یا کسی دیگه باید این کار بکنه. و هانا آرنت معتقد استش که در یه نگاهی کاملا متفاوت با جاندی های معتقد استش که ما باید قلمرو دولتی رو مهار کنیم و دفاع از قلمرو عمومی انجام بدیم و هیچ کی نمیتونه قیم جامعه باشه. من میخوام که اگه اجازه بدید با این مقدمه که عرض کردم، این چیز همه چیزایی که گفته شد در این دو جلسه وجوهی از فصل یک کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست من هست. خب این البته تو این کتاب نسخه جدید هم یه چیزایی بهش اضافه شده که خب واقعا فرصت خیلی کمه دیگه اگه بخوایم به همه اینا بپردازیم، اما الان تصویر خیلی اولیه در مورد موضوع پیدا کردیم و ما اینجا فصل یک کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست و اجازه بدید به پایان میرسونیم و جلسه بعد وارد فصول بعدی کتاب میشیم. و البته مطالبی هست که من در فصل یک مثلا مطرح کردم، بعضی هاش دیگه فرصت نیست هیچ وقت مطرح کنیم و بعضی هاش هم در فصول بعدی مثلا مطرح میکنیم. از جمله این که مثلا تصور بفرمایید که برخی از دعاوی جان لاک در مورد حق حیات انسان دعاوی محیط زیستی هستن. یه شخصیتی که ما ازش اسم نبودیم که در فصل یک در مورد اندیشه‌اش صحبت شده دیوید هیومه. دیوید هیوم یه فیلسوف و اندیشمند برجسته انگلیسیه که از دوستان آدام اسمیت بوده و اون دیدگاه‌هایی رو مطرح کرده که کاملا مفاهیم محیط زیستی بنیادینیه. بعدم با اونا میپردازیم، بعضی از این موارد رو بهش اشاره میکنیم و بعضی از موارد هم نمیتونیم بهش اشاره کنیم چون وقتمون محدوده. بنابراین اگه اجازه بدید ما با این مطالبی که من عرض کردم در این جلسه فصل یک رو بهش به پایان برسونیم و جلسه بعد وارد فصل دوم کتاب بشیم. و فقط این نکته رو میخوام در پایان عرض کنم که آقای یزدانفر که از میزبانان محترم جلسه ما بودن یه پیامی قبل از جلسه دادن که مشکلی برشون پیش اومده و گفتم که ممکنم با تأخیر به این جلسه برسن و ما هر کدومونم یه جای دنیا هستیم دیگه، الان اختلاف ساعتهای زیادی هم داریم. آقای هیدری که ایالات متحده هستن، آقای یزدانفر آلمان هستن و منم الان که دارم با شما صحبت میکنم ایران هستم. بنابراین تفاوت ساعتمون هم زیاده و هماهنگی اینا مشکله. برخی از دوستانم به من پیام دادن که ما به دلیل اختلاف ساعتی که داریم ناچاریم که آفلاین برنامه رو استفاده کنیم. دوستانی هستن مثلا استرالیا هستن، جای دیگه هستن و بنابراین این مشکل هم هست دیگه. در وقتی یه برنامه رو برگزار میکنیم که اعضای جلسه ما نقاط مختلف هستن، پیدا کردن یه ساعتی که برای همه معقول باشه دشواره. منتهی آقای محمد رضا حیدری عزیزمون که خیلی کوشش زیادی برای سازماندهی این جلسات میکنن، خوشبختانه تدابیری میاندیشن که اینا رو در واقع این جلسات مستند میشه، تو پادکست و یوتیوب و اینا منتشر میشه و بعدا همه میتونن از به صورت آفلاین ازش استفاده کنن. من تشکر میکنم که شنوای عرایض من بودید و اجازه میخوام که میکروفون رو خاموش کنم و ادامه جلسه رو به عهده آقای حیدری بزرگوار و اندیشمندمون قرار بدم. سپاسگزارم. متشکرم آقای اتفاق، ممنون از اینی که این جلسه تشریف آوردید و ادامه فصل یک رو با هم دیگه جلو بردیم. همینجور که شما هم به درستی اشاره فرمودید این جلساتمون ضبط میشه و بعدا در فضای مجازی به آدرس آوای محیط زیست بازنشر میشه. من یک نمونهش رو هم اینجا پین کردم، یکی از پادکست های جلسه قبلی است که در دسترس دوستان هست که میتونن گوش بدن. خب ما الان تقریبا یک ساعت حدودا سه
فکر میکنم حدودا یک ساعت از جلسه‌مون گذشته، شاید در حدود 10-15 دقیقه دیگه در خدمت دوستان باشیم. از الان به بعد هر کدوم از عزیزان اگر صحبتی، نکته‌ای، سوالی دارن لطفاً دستشون رو بالا ببرن که من دعوت کنم تا مباحثشون رو مطرح کنن. آقای تفقدی، من شما رو دیدم که دستتون رو بالا بردین، دعوتتون کردم، صدای شما رو میشنویم. آقای تفقدی شما میوت هستید، اگر دارید صحبت میفرمایید بایستی اون میکروفون رو. آره ببخشید. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقا شهرام و حالا آقای یزدانفر هم که نیست، انشالله هر جا هست صحیح سالم باشه. من سوالم رو دفعه پیش کرده بودم که متاسفانه صدا قطع بود، نمیدونم چرا صدای من نمیومد. سوالم اینجوری بود، حالا دوباره تکرارش میکنم. در مباحث اقتصادی و سیاسی وقتی که دو کشور اگر روابط اقتصادیشون خیلی در هم تنیده باشه، خیلی خیلی به ندرت بینشون جنگ میشه، چون اون افرادی که در کارهای اقتصادی هستن اینا به هر حال منافعشون مطرحه و اجازه نمیدن که بین دو کشور بخواد یک تلاطمی به وجود بیاد. در دنیای فعلی ما اوکراین الان یک استثناست. من تعجب کردم، چون واقعا تجاری که بین اوکراین و روسیه در اصلا اینقدر اینا در هم تنیده بودن که خیلی بعید بود که بین اینا بخواد یک جنگی رخ بده. یعنی اون چیزی رو که ما حد می‌زدیم که بین اینا اگر روابط اقتصادی خیلی پیچیده و با مثلا تنیده در هم باشه، معمولا جلوگیری میکنه از این مباحثی مثل جنگ. من سوالم از آقای اتفاق اینه که اینو چجوری تحلیل میکنن، چون این که ارتباطات خیلی نزدیک و اقتصادی داشتن این دوتا با هم، واقعا چطور ممکنه که این منجر به جنگ شد بین دو کشور؟ سوالم همین مورد بود. خیلی ممنونم که مطالب خیلی زیبا و خوبی میگید و ما هم ازش استفاده میکنیم. دوست داریم خودتونم زیارت کنیم آقا شهرام. تشکر، لطف دارین، محبت کنین. به همه دوستان خلاصه خداحافظ میگم، الان قربانتون، خداحافظ شما. متشکرم این تفقدی. البته من یه نکته رو عرض کنم، الان ما جلساتمون حدوداً 10 جلسه است و در رابطه با اقتصاد و محیط زیست. حالا یکی از کتابایی که در این زمینه نوشته شده اقتصاد سیاسی محیط زیست و طبیعتاً یکی دو جلسه اولمون کمی نیاز بود که در رابطه با اندیشه های سیاسی، اندیشه های فلسفی و روند تکاملیشون صحبت کنیم که آماده بشه فضا برای ورود به مباحث محیط زیستی تر. آیا اتفاق شنونده شما هستیم اگر جوابی به سوال های تفقدی دارید؟ خدمتتون عرض شود که ببینید، به طور کلی روسیه کشوریه که ارتباطات تجاری گسترده‌ای با بقیه دنیا مثل چین یا ایالات متحده نداره و عمده محصولی که تولید میکنه که در واقع میتونه محصولات اصلیش محسوب بشه تو حوزه انرژی نفت و گاز و تو حوزه مواد غذایی گندم و برخی از محصولات اینچنینیه. حجم مبادلات تجاری بین اوکراین و روسیه خیلی ناچیزه و همونطور که عرض کردم اون چیزی که برای روسیه اصل محسوب میشه در واقع مسائل اقتصادی نیست دیگه. یعنی عزیزی که میفرماید که مهمترین چیز این استش که اون کسی که میخواست در مورد حمله روسیه به اوکراین تصمیم بگیره باید میزان فعالیت ها و ارتباطات اقتصادی رو در نظر میگرفت، اون کسی که داره حرف رو میزنه در ذهن خودش اینطور تجسم میکنه که تصمیم گیری ها باید متأثر از امر اقتصادی باشن و من هم اینجوری فکر میکنم، در حالی که خیلی از عزیزان و بزرگواران که در دنیا هستن اینجوری فکر نمیکنن و فکر میکنن که مهم امر سیاسی است و هر تصمیمی که گرفتن، حالا هر بلایی سر اقتصاد اومد یا هر مشکلی که برای فعالان اقتصادی، نظام اقتصادی، معیشت مردم، نرخ بیکاری، هر چی بر مشکلی پیش میاد مهم نیست، اون یه طرح پیش میاد دیگه. بنابراین ما الان در روسیه شاهد همین روی کرده هستیم. وقتی پوتین به اوکراین حمله میکنه
اون چیزی که در اونجا دست بالا رو داره امر سیاسیه و اون گمان میکنه که مصلحت و منفعت کشور پیروی کردن از این امر سیاسیه. ما نمیگیم کدوم درسته یا کدوم غلطه، من دارم عرض میکنم که وقتی داریم راجع به تمایز امر سیاسی و امر اقتصادی صحبت میکنیم، راجع به فهمی که اقتصاد سیاسی یا سیاست اقتصادی داریم راجع بهش صحبت میکنیم، که این یکی از مباحثیه که در فصل یک کتاب هست و من سعی کردم که خیلی خلاصه اونو در این جلسه مطرح کنم، این هستش که اون تفکر یا روی کردی که معتقد هستش که باید سیاست اقتصادی اعمال بشود به جای اقتصاد سیاسی، یعنی این سیاسته که باید سوار اصل اقتصاد باشه نه برعکس، اون تفکر میتونه از این کارا بکنه دیگه. یعنی وقتی که روسیه به اوکراین حمله میکنه، خب طبیعتاً یه سری فعالیت‌های تجاری بین حالا تجار معدودی که در روسیه هستن نسبت به بقیه جای دنیا و کشورهای دنیا مختل میشه، یعنی در حال یه تحولی در نظام اقتصادی روسیه رخ میده و یه مشکلاتی به وجود میاد و خب این ملاحظات زیاد ظاهرا اهمیت نداره و اون چیزی که دست بالا رو داره اهداف سیاسی. این یه پاسخ منه. پاسخ دیگه هم اینه که حجم مبادلات تجاری بین اوکراین و روسیه زیاد نبود، اما به هر حال اصلا هرچی هم که بود، چون روسیه اصلا مستقل از این که حجم فعالیت تجاری بین روسیه و اوکراین چقدره، از لحظه که روسیه حمله میکنه به اوکراین، به هر حال مشکلات بین خود روسیه و بقیه کشورهای دنیا به وجود میاد. یه فرق نمی کنه که اوکراین یا بقیه کشور. کشورهای اروپایی که اونجا اقتصاد سوار اصل سیاسته، خیلی با احتیاط عمل میکنن تا فعالیت‌های اقتصادی در کشورشون با مشکل مواجه نشه. به خاطر انرژی دست به عصا را میرن، به خاطر وابستگی به خدمتتون عرض شود که مثلا گندم یا چیزهای شبیه به این ممکنه که با احتیاط عمل بکنن، برای اینکه اونجا اولویت اقتصادی است. یعنی یه سیاستمدار نمیتونه یه شبه یه تصمیم بگیره که همه فعالیت‌های اقتصادی مختل بشود. شما در آلمان نمیتونید همچین کاری بکنید، اما در روسیه میشود دیگه، برای اینکه امر سیاسی نسبت به امر اقتصادی دست بالا رو داره. سپاسگزارم. متشکرم. ای اتفاق از این تفقدی هم تشکر میکنم. از دوستان خواهش میکنم که سوالاتی که میکنن مربوط به محیط زیست باشه، حالا اقتصاد محیط زیست و یا مباحث محیط زیستی باشه، که خیلی از موضوع بحث خارج نشیم و بتونیم جمع‌بندی کنیم. آقای دکتر، از این توضیحی که آقا شهرام دادن من قانع شدم، واقعا درسته. اگر همینطور باشه، یعنی میزان فعالیت‌های اقتصادی بین اوکراین و روسیه کم باشه، خب معلومه اونایی که سیاست مدارن تصمیمشون میچربه، یعنی میرن اون کار انجام میدن. به هر حال من قانع شدم، دستون در نکنه. ممنونم. خواهش میکنم. متشکرم. آقای محمودی، صحبت شما رو کوتاه میشنویم، ضمن که به خانم رحیمی هم خوش آمد میگیم که استیج تشریف آوردن. با سپاس از دانش و پژوهشی که انجام میشه و دوستان عزیز، من فقط برام مسئله این بودش که ما توی جزء 6 تا کشور هست، 6 تا تمدنی هستیم که پایه‌گذاریم، که اینو دیگه مستندات هم پژوهشگران شرقی گفتن، ایده و فلسفه و مدیریت ما ایران داشتیم، آینه زربانی داشتیم، آینه مهر داشتیم 3000-4000 سال پیش. این دوست عزیز اون اصلا این دفعه هم چیز نقدر همه است یه فلسفه مدرنیته توجه میکنه، که این یه به اونم توجه کنید دیگه. دکتر شروین وکیلی اگه تجربیشاشو بخونید و دنبال کنید تو ایران هستش، خیلی به ما کمک میکنه. این یک. دو، ما الان مسئله با مدیریت مشارکتی توسعه پایداریه که تو ایران ما الان مشکل آب داریم. اینا انتظارم بر این بودش که این اقتصاد محیط زیست روی حوزه ها و سرنوشت راهکار چیه، چه برنامه دارید،
این ما توی جهان پس از کرونا هستیم. جهان پس از کرونا، قبل از اینکه قبل از کرونا قدرت رو حوزه اقتصاد بود و الان قدرت رو حوزه نظامیگریه. اون طبقه برتر که قدرت سیاسی رو در اختیار تعیین میکنه، اینا کوشش کردن که چون جامعه قدرت جهانی چند قطبی شده، اینا دارن رقابت میکنن دیگه. اوکراین یه ابزاری است برای اینکه امتیاز بگیرن، فشار بیارن به روسیه. روسیه و چین و اینا یه قطبن، یه سری قطب هستن، دارن سعی میکنن کسایی که کشورهایی که قول ما رو مشروعیتی کمتر دارن و قدرتی کمتر دارن به عهده بگیرن. هیچ کدومشون هم اصلا به چیز از زیست کنید توجه ندارن. حتی جنگ اوکراین چقدر آلودگی ایجاد کرده و هم جنگایی که در پیشه بود، جنگای فرسایشی. من بعد سوالم به طور مشخص اینه که به عنوان این شما که اندیشمند یا سیر اقتصاد سیاسی و سیاست اقتصادی، الان توی ایران ما الان مشکل آب داریم، گرونی، تورم و بعد بحث این پساف ها و زبال ها، اینا چه راهکاری برای رهایی مسئله هستش؟ چه چیز رو شما مطرح میکنید؟ امین، سپاس. متشکرم محمودی از سر پرسشتون. در رابطه با جلسه که گفتید اقتصاد و اقتصاد محیط زیست و اون انتظاری که داشتید، ما جلساتمون همونطور که عرض کردم 11 جلسه رو ترتیب دادیم که با هم دیگه قدم به قدم به مرحله‌ای برسیم که همگیمون در یک به قول معروف حداقل ها بتونیم تحلیل کنیم، چون که راه حل ها رو اگه بخوایم به راه حل درستی برسیم نیاز به پرسش درست داریم و اینکه چرایی ماجرا رو بیشتر درک کنیم. اون موقع میتونیم راه حل هایی بدیم که واقع بینانه تر باشه. و حالا این قسمتی بود که من خواستم اضافه کنم. آیا اتفاق صحبت شما رو بیشتر؟ بله، ممنون از در واقع پرسش های آقای محمودی عزیز. بعد از آقای تفقدی عزیز ایشون این پرسش ها رو مطرح میکنن. ببینید، اول بذارید به پرسش دوم و سومتون پاسخ بدم. وقتی که از یه نفر سوال میکنید که راهکار چیه، اون فردی که داره این پاسخ رو قرار است به شما بده باید با اتکای به یه نظریه‌ای بده. ببینید، ما اصلا هر حرفی که میزنیم باید با اتکای به یه نظریه باشه. ما در زندگی خودمون میتونیم مثلا فرض کنید که شما بپرسن که چای بهتره یا قهوه، یا رنگ زرد بهتره یا رنگ آبی. شما میتونید بگید به نظر من رنگ مثلا زرد بهتر از رنگ آبیه، یا به نظر من چای بهتر از قهوه. این نظر شخصی شماست و شما اصلا اجازه دارید که در این حوزه نظر شخصی بدید. اما در حوزه مسائل اجتماعی، در حوزه مسائل علمی، نظرات شخصی ما اصلا فوقت وجاهته. به این معنی که ما میتوانیم نظراتمون رو یا بر اساس نظریه های علمی موجود بدیم، یا ممکنه خودمون یک نظریه پردازی باشیم و معتقد باشیم که برای یک گوشه ای از موضوعات روی این سیار زمین یک نظریه دادیم و بر اساس اون نظریه میتونیم مطالبی رو بیان کنیم. بنابراین وقتی از یه نفر سوال میکنیم که شما نظرت چیه، اون فرد باید با اتکای به یه نظریه این پاسخ شما رو بده. شما اگر از یه نفر بپرسید که راه حل مشکلات جامعه ما چیه است، اگه اون فرد گرایشات مثلا چپ داشته باشه یه پاسخ به شما خواهد داد، اگه گرایشات غیر چپ داشته باشه، گرایشات بازار داشته باشه، یک پاسخ به شما خواهد داد، اگه گرایشات راست داشته باشه یه پاسخ به شما خواهد داد. تازه بین اونام یه اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. بنابراین آقای محمودی عزیز و همه دوستانی که در این جلسه شرکت میکنن، ما قبل از اینکه دنبال یافتن پاسخی برای حل مشکلاتمون باشیم، در اینجا دور هم جمع شدیم که اول اون نظریات رو بیاموزیم. حتما دیدید که مردم در محاوره‌های معمولی در مورد همه چیز اظهار نظر میکنن و ممکنه در مورد همه چیز هم راه حل بدن. ما برای اینکه بتونیم یک گفتگوی علمی داشته باشیم، اول باید همه نظریه ها رو بیاموزیم و بعد بر اساس نظریه ها با هم صحبت کنیم. اگه نفر پرسید که نظر شما در مورد اینکه دایناسورها چگونه منقرض شده اند چی است، شما باید بگید در دنیا مثلا 4 تا نظریه در مورد انقراض دایناسورها وجود داره و نظر من
به نظریه سوم نزدیکتره. نظریه سوم نظریه است که معتقد است که مثلا روی سیار زمین یخبندان شده و باعث مرگ مثلا دایناسورها شده. نمیتونید بگید که به نظر من مثلا دایناسورها مثلا تصمیم گرفتن دیگه مثلا خودکشی کنن رفتن خوابیدن و مثلا مردن. اینجا جاییه که نظر شخصی ما از اعتبار کافی برخوردار نیست. سخن گفتن ما در فضای علمی باید با اتکا به نظریه ها باشه. در هر موردی، در مورد مسائل اجتماعی، در مورد روابط بین الملل، در مورد مسائل محیط زیستی، در همه جا ما باید بر اساس نظریه ها با هم دیگه سخن بگیم. نظریه ها باید اساس دست ما باشه. و برای اینکه این چنین باشه ما باید نظریه ها رو بیاموزیم و کاری که من سعی کردم در کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست انجام بدم گردآوری و عرضه این نظریه های مختلف برای حل مسائل محیط زیستی. بنابراین بعد از اینکه ما این تعداد جلسات رو پشت سر گذاشتیم خواهیم دید که به نظریه های متعددی رو در حوزه اقتصاد سیاسی محیط زیست آموختیم و در پایان این جلسات ممکنه نظر ما به برخی از اون نظریه ها نزدیکتر یا دورتر بشه. اینکه نظر شخصی من به کدوم یکی از اینا نزدیکه میتونم در انتهای جلسه مثلا دهم خدمتتون بگم که 11 میشه به خدمتتون بگم که منم نظرم اینه که اینجوری مثلا به نظر من میاد من به این نظریه نظرم نزدیکتره. اما پیش از اون که بتونیم این چنین با هم سخن بگیم باید قبلش اون نظریه ها رو آموخته باشیم. مطلب مهمی که دوست عزیز اونای محمودی مطرح کردن در مورد پیشینه فلسفی در ایران، فکر میکنم که من در این حوزه به خصوص نظرم بیشتر نزدیک به نگاه آقای جواد طباطبایی. ایشون معتقدن که ما در پیشینه ایران 3 نسل و 3 سنت داشتیم. یه نسل و سنتمون در واقع مربوط به حوزه تفکر اسلامی میشه، یه نسل و سنتمون مربوط به تفکر سیاسی میشه و یه نسل و سنتمون مربوط به تفکر اسلامی میشه، تفکر فلسفی میشه. بنابراین میشه فلسفی، سیاسی و اسلامی. منظور از نسل یعنی اون مستنداتی که برای این حوزه وجود داره. مثلا فرض کنید که در حوزه اندیشه مثلا فرض کنید که فلسفی یه متونی وجود داره که متعلق به فلسفه ایرانیه، اون میشه نسل. و یه سنت اندیشه فلسفی هم وجود داره که میشه سنت اندیشه فلسفی. در حوزه اندیشه سیاسی یه سیاستنامه هایی در طول تاریخ ایران نوشته شده، حالا یه سری شریعتنامه هم نوشته شده که اینا میشه حوزه مربوط به اندیشه سیاسی، یعنی سنت اندیشه سیاسی. و اون خدمتتون عرض شد که مستنداتی که در این حوزه وجود داره. در حوزه اندیشه اسلامی هم یه تفکری مبتنی بر اسلام در سنت ایرانی وجود داشته و نسلش هم البته مستنداتی که داریم مثل کتاب قرآن و بقیه مستنداتی که وجود داره. و اندیشه اسلامی هم در تاریخ ایران وجود داشته و غیر قابل انکار. یه نسل و سنت چهارم دیگه که ازش اسم میبرن مشروطه است. مشروطه در ایران رویدادیه که بسیار حائز اهمیت بوده و ما رو وارد عصر مدرنیته کرده، ما رو هل داده به سمت عصر مدرنیته. 1284 تا 1285 ما نهضت مشروطه رو در ایران داشتیم. سال 1285 مظفرالدین شاه دستور فرمان مشروطیت رو صادر میکنه و اینم از نظر استاد طباطبایی به نظر میرسه که در واقع میشه سنت چهارم. سنت چهارمی که معاصر متأخرتره و نسلش هم معتقدن که مستندات مجلس اوله، یعنی مستندات که در مجلس اول تولید شده که مبتنی بر حاکمیت قانون و برابری افراد و در برابر قانونه، این میشه اون سنت و نسلی که وجود داشته. بنابراین این چیزی که وجود داره، همین نسل و سنت در نسل و سنت چهارگانه در جامعه ما، وقتی مثلا بریم سراغ برخی از این کشورهای عربی دوروبر خودمون نسل و سنت یگانه است، یعنی
فقط یه اندیشه مذهبی وجود داره و یه نصی مربوط به اون اندیشه مذهبی. ضمن اینکه یه کمی هم تفاوت‌های دیگه هم وجود داره و اینا وجود داشته در طول تاریخ ایران، اما اینا نتونسته ما رو به سمت مدرنیته و تفکری ببره که از درون اینا اندیشه مدرن به وجود بیاد. یعنی ما رو وارد عصر تجدد کرده و نکرده، یعنی ما در حال گذار و دوران تجدد هستیم و هنوزم کاملا وارد عصر مدرنیته و تجدد نشدیم و بنابراین اونا وجود دارن، اما اون چیزی که وجود داره هنوز ما رو نتونسته وارد این عصر سوبژکتیویسم فلسفی بکنه به طور کامل، نتونسته ما رو وارد عصری بکنه که بتونیم با اتکای به اون اندیشه های فلسفی از اون وضعیت قدیم خودمون به وضعیت جدید در واقع عبور کنیم، گذر کنیم. و البته میشه گفتش که مشروطه اولین و بزرگترین گام ما برای حرکت به سمت یه جامعه نو بوده، برای اینکه مشروطه رویدادیه که حکومت سلطنتی رو مشروط میکنه، حاکمیت قانون رو ایجاد میکنه، از افراد برابر حقوق سخن در واقع به میان میاد و جامعه مدنی در ایران شکل میگیره. جامعه مدنی به معنای جامعه متشکل از افراد برابر حقوق. و بنابراین ضمن اینکه میدونیم که در گذشته همونطور که آقای محمودی عزیز فرمودن چیزهای مهمی در تاریخ کشورمون داشتیم، اما همون چیزهای مهم بنا به دلایلی که از حوصله این جلسه بی‌تردید خارجه، ما رو نتونسته به سمت مدرنیته رهنمون کنه و ما هنوز کاملا نمیتونیم یه جامعه مدرنی تلقی بشیم که مدرنیته درش تحقق پیدا کرده و تجدد درش تحقق پیدا کرده. و این نگاه و عرض بنده است. ممنونم. متشکرم آقای محمودی از سر پرسشتون و تشکر آقای اتفاق از پاسختون. خانم رحیمی شما رو میشنویم در خدمتتون. سلام، شب همگی به خیر باشه. مرسی آقای هیدری از اینکه منو به استیج دعوت کردین. همونطور که خودتون فکر متوجه شدین، من دیر وارد روم شدم و متاسفانه بحث اصلی رو از دست دادم، ولی یعنی اتفاقی من کلا اومدم کلاب هاوس امشب و دیدم که عنوان اتاق رو که دیدم بلافاصله وارد شدم. حتما باید دو جلسه قبلی رو که گویا دو جلسه در جلسه امروز و جلسه قبلی بوده رو گوش بدم و جلسات بعدی حتما بدونم چه ساعتی این روم برگزار میشه و توش شرکت بکنم. و به نظر من این بحث های میان رشته ای که اتفاق میفته بسیار مهمه، مثلا که این روم فکر میکنم که حالت کارگاه و دوره آموزشی داره که به شدت هم برای حداقل برای خود من خیلی مورد نیاز هست، چون من فکر میکنم که ما خیلی وقتا توی تحلیل هامون تو حوزه محیط زیست دچار تکبعدی هستیم، بیشتر حالا ممکنه مسائل تخصصی خود محیط زیست رو در نظر بگیریم، خیلی موارد مربوط به بحثایی که مربوط به علوم سیاسی میشه یا بحثایی که مربوط به علوم اقتصادی میشه رو توی اون بحث مربوط به محیط زیست ناقص بودن اون موضوع ببره. در نتیجه اینکه تصورم این هست که برگزاری چنین اتاقهایی بسیار مفیده، حداقل برای خود منم هم همینطور. از کارشناس اتاقتون هم خیلی تشکر میکنم. همونطور که گفتم باید از من اطلاع نداشتم که چنین رومی برگزار میشه، اتفاقی متوجه شدم امشب. اون حتما باید خودم رو به جلسه بعدی برسونم. مرسی که باز منو دعوت کردید. خواهش میکنم خانم رحیمی، مرسی که اومدید و درست میفرمایید. ما دو جلسه قبلا داشتیم، جلسه مقدماتیمون 15 اسفند 1400 بوده که باز به صورت پادکست در همون آدرس آوای محیط زیست وجود داره. جلسه قبلیمون هم که جلسه اول بوده در حقیقت و بخش اول جلسه اندیشه سیاسی و رویکردهای اقتصادی تو هفته پیش بود، 8 مرداد، شنبه 8 مرداد، که باز هم به صورت پادکست هست. جلسه امروز هم به صورت پادکست در همون
حالا گوگل پادکست یا کست باکس که من لینکشو بالا گذاشتم آپلود خواهد شد. جلسات دیگه هم همگی شنبه ها ساعت 23 خواهد بود، اما در تاریخ های متفاوت که خب اون اطلاعیه‌اش هم در کانال تلگرامی انجمن دانشگاه صنعت شریف سوتا وجود داره، همین که باز در کانال تلگرامی آوای محیط‌زیست هم وجود هست. الان برای شما هم میفرستم خانم رحیمی که اگر تمایل داشتید با دیگر همکاران و علاقمندان محیط‌زیست به اشتراک بگذارید. در صورت ممنون از شما. من ببینم که دیگر دوستان، بله دو نفر دیگر از دوستان دستشون رو بالا بردن، اجازه بدید من دعوتشون کنم که صحبت این عزیزان رو هم بشنویم. آی سهیل خوش اومدید، صدای شما رو میشنویم. آی یوسف ملکی، من شما رو هر چی اینوایت میکنم اتفاق نمیفته، نمیدونم چه مشکلی وجود داره. آی سهیل صدای شما رو میشنویم، صحبتتون رو بفرمایید. درود بر شما. حالا من عذرخواهی میکنم اصلا تو اتاق الان اومدم، زیاد دم به تو موضوع نمیدم، ولی بحث اقتصاد مالی فکر جالبه. حالا یه کوتاه میتونم یه چیزی رو بگم، نمیدونم اقتصاد پایدار رو مثلا فرض کنید اون سه بچش توسعه پایدار ببخشید، سه بچش یعنی اقتصاد مالی و عدالت، یه چیزیه که تو دنیا الان قابل فهمه و بخش محیطیست هم خیلی جدی شده. توی خیلی از محاسبات هم این باید در نظر گرفته بشن. میشه گفت که مثلا فرض کنیم خیلی از این سیستم های قدیمی یا مثلا فرض کنیم حتی کاپیتالیست داره اشتباه اینجوری میکنه و اگر بازی رو اینجوری انجام بده، یعنی رفتارشون اینجوری چنین باشه، شکست میخورن و مشخصه که پایدار نیست. و برای همین کلی صحبت میشه کرد. من اون رو مثلا فقط اون یکی از این اتاقا در مورد صحبت کردم، یه کوتاه میتونم اینجوری توضیح بدم ولی نمیدونم مثلا مرتبطه با بحث اتاق یا نه. آخرش هم هست اسپای می کنم، فقط خواستم یه اشاره بکنم به این قضیه. مرسی. خواهش می‌کنم آقای اسماعیل، متشکرم. بحث ما در رابطه با محیط زیست و اقتصاد است. البته به اون مباحث هم خواهیم رسید. حالا یه جلسه مشخصی هم در رابطه با توسعه پایدار فکر می‌کنم حدوداً دو سه ماه دیگه داریم، تاریخ دقیقش حضور ذهن ندارم. اما مرسی که این صحبت رو ایراد فرمودید و متشکر. اجازه بدید دو نفر دیگه از دوستان هم دستشون رو بالا بردن، من دعوتشون کنم. آی مومنی و آی ملکی، من هر دو عزیز رو دعوت میکنم ولی بعضی بله. آی مومنی در خدمتتون هستیم، صدای شما رو میشنویم. سلام خدمت دوستان و شما آقای حیدری و جناب آقای اتفاق. من خیلی ممنون بابت این روم خوبتون. من همیشه از صحبت‌های آقای اتفاق استفاده می‌کنم، یاد می‌گیرم. فقط یه سوال دارم از آقای اتفاق، اونم در مورد سیاست و محیط زیست است. یعنی خب حالا چون بحث اتاقم بیشتر روی اقتصادم باشه، اینی که ما سیاستمون اگر تعریف درستی از محیط زیست ندونه، این خودش باعث میشه که مشکلاتی برای محیط زیست ما داشته باشه. و چرا باعث میشه مشکلاتی برای محیط زیست ما ایجاد کنه؟ چرا؟ چون به سمت اقتصادی کردن محیط زیست، اگر این روی کرد پیش بره، مشکلات عدیده‌ای که همین الان خیلی هاشون گریبان ایران رو گرفته و خواهیم داشت. به فرض مثال ما بیایم محیط زیست رو با یک ترم اقتصادی بسنجیم، البته من موافق این موضوع هستم که در نهایت باید یک معیار سنجشی برای ما وجود داشته باشه، ولی خب این نوع معیار خیلی اهمیت پیدا میکنه. به فرض مثال ما اگر بیایم یک ارزش گذاری کنیم برای محیط زیست، فلان درخت رو یه قیمتی براش ارزش گذاری کنیم، مثلا برگردیم بگیم حالا مثلا یه فلان درخت رو ما داریم این میشه 100,000 تومان، یا فلان مرتع رو داریم، فلان چیز رو داریم، علوفهش رو بیایم برداشت اقتصادی کنیم، بگیم به فرض مثال حالا این علوفه، این خود ذات علوفه مثلا بشه 200,000 تومان. این نوع اقتصادی کردن چون معیار پایدار، نه این که بگم معیار پایدار، حالا شاید این حرفم زیاد درست نباشه، چون معیار درستی برای اقتصادی کردن محیط زیست به وجود نمیاره، باعث توجیه پذیری تخریب محیط زیست میشه. من چرا این صحبت میکنم؟ چون تو پروسه های بعضی از پروسه های ارزیابی مخصوصا تو پروژه های بزرگ قرار
داشتم و به فرض مثال سدی که قرار بوده ساخته بشه یا همین میانکاله خودمون پتروشیمی که قرار بوده ساخته بشه، تودی پذیری که بعضی وقتا حتی توی گزارش‌های ارزیابی هست همین نوع اقتصادی کردن هست. میان برمیگردن برای مثلا سد، میان برمیگردن میگن آقا این فلان درخت ما داریم، تعداد درختان این منطقه مثلا 1000 تاست، پس هر کدوم از این درخت‌ها بیام انقدر ارزش اقتصادی قائل بشیم، و در نهایت یه ضرب و تقسیمی که انجام میشه به این نشیل میرسن که آقا بازدهی این پروژه که مثلا صدی که قراره ساخته بشه میشه مثلا 2000 تومان، ولی کل هزینه هایی که این ارزش گذاری که برای محیط زیست منطقه وجود داره، از مراتع بگیریم تا درخت بگیریم، این میشه مثلا 1500 تومان، 500 تومان این وسط سود هست. میخوام نمونه مثال عینیش هم همین مثالی هست که جناب آقای کلانتری اومدن بیان کردن، گفتن حالا کل میانکاله علوفه و ملوفه و محیط زیست و اینا انقدر میشه انقدر، ولی خود این طرحی که پتروشیمی که قرار ساخته بشه انقدر ارزش داره، پس به صرفه هست که ما بیام این پتروشیمی رو بسازیم. این تعارضات رو چجور آقای اتفاق باید حل کرد، این موضوعات رو چجور حل کرد؟ چون بالاخره سیاست هست، اگه سیاست غالب میشه به این موضوع، سیاست تصمیم میگیره کاری جای انجام بشه باید انجام بشه و میتونه برایش اقتصاد میتونه کمکش کنه که توجیه پذیر باشه برای انجام اون کار، که در نهایت اتفاقی که الان برای ما میفته این هست که ما بعد گذشته یک مدت میبینیم که محیط زیست ما آسیب دیده و طوری هم آسیب دیده که حتی بعضی وقتا آب شرب چند از مناطقمون هم مشکل وجود داره. چرا؟ چون ما وقتی که آسیب میزنیم به پوشش یک منطقه، حواسمون نیست که این آسیب زدن به یه پوشش منطقه 20 سال بعد 30 سال بعدش اقلیم اون منطقه رو داریم دست میزنیم، بعد دست کاری کردن تو اون اقلیم منطقه میتونه عواقب بزرگی داشته باشه. اینجور چیزا هم که تو اقتصاد که حساب کتاب نمیشه. من اگه این تعارضات رو بگیم که ما چجوری باید حلش کنیم ممنونتون میشم. متشکرم این مؤمنی، سر پرسش مهمی بود. من قبل از اینکه اتفاق پرسش شما پاسخ بدن بگم که شنبه هفته آینده 5 شهریور جلسه سوم ما خواهد بود، مصادف با 27 آگوست ساعت 23 به وقت ایران، و موضوع هم در رابطه با پیدایش اقتصاد محیط زیست و اقتصاد سیاسی کربن محور هست که احتمالاً به صورت خیلی دقیق‌تر و عمیق‌تری به صحبت های پرسش های مؤمنی که مطرح کردن بپردازیم، اما اتفاق پاسخ شما رو می‌شنویم. خب من تشکر میکنم از خانم رحیمی، آقای سهیل که پرسش های مهمی رو مطرح کردن. فقط این نکته رو اشاره میکنم که حالا بنا به یه مجموعه از دلایل اسم جلسات ما رو گذاشتن اقتصاد و محیط زیست، و اما ما راجع به اقتصاد محیط زیست سخن نمیگوییم در این جلسات، ما راجع به اقتصاد سیاسی محیط زیست سخن میگوییم. بنابراین اینجا یه مرز مهمی، یه تفاوت مهمی در این حوزه وجود داره که بعداً در جلسات بعدی بهش میرسیم، و فضای گفتگوی ما فضای اقتصاد سیاسی محیط زیسته که اقتصاد محیط زیست هم یکی از زیر مجموعه های این حوزه است. یعنی ما داریم راجع به یه عنوان بالاتری نسبت به اقتصاد محیط زیست صحبت میکنیم، داریم راجع به اقتصاد سیاسی محیط زیست صحبت میکنیم. خدمتتون عرض شود که آقای مومنی عزیز، دوست گرامی من، که ایشون میگن از من چیزی یاد گرفتن، منم همیشه یه سری پرسش های تخصصی رو برای آقای مومنی میفرستم و از ایشون هم زیاد چیزی یاد میگیریم، و بر خدا پنهانیست بر شما آشکار باشه که ما از آقای مومنی چیزهای زیادی میاموزیم. خدمتتون عرض شود که پرسش خیلی مهمی مطرح میکنن آقای مومنی، میگن که سیاست ورزی ما باید آگاهانه باشه، و وقتی این جملات آدم میشنوه به یاد نظریه انتخاب عمومی میفته، که نظریه انتخاب عمومی میگه که حالا جلوتر باید یکی از جلساتمون نظریه انتخاب عمومی رو مطالعه خواهیم کرد، اونجا میگن که یه سوء تفاهمی که کارشناسا دارن اینه که فکر میکنن سیاستمداران نمیدانن که آگاهی کافی ندارن. اگر ما اطلاعاتمون رو در حوزه بهداشت درمان، در حوزه ترافیک، در حوزه محیط زیست، در حوزه
هر مشکلی بین سیاست مدارا بگیم و آگاه بشن مسئله حل و اونا این راهکارهای ما رو استفاده میکنن و میرن مسئله حل میکنن، در حالی که سیاست مدارها اولویت‌های دیگری دارن. مثلا یکی از اولویت‌هاشون پیروزی در انتخابات، یکی از نظری انتخاب عمومی اینو داره میگه، پابلیک چویس اینو میگه که یکی از اهداف سیاست مدارا پیروزی در انتخابه، یکی از پیروزی در هر انتخاباتی نیازمند یه سری اسپانسره و باید اون اسپانسرها تأمین بشن بعد از اینکه اون فردی که قرار است انتخاب بشه انتخاب شد، و اونا بر اساس یه معادلات دیگری تصمیم میگیرن. بنابراین این سوء تفاهمی که در فرمایش آقای مومنی عزیز بود این استش که سیاست ورزی ما باید آگاهانه باشد. اما من عرض میکنم که شما تصور نکنید که سیاست مدارا در هیچ کجای دنیا ناآگاهانه دارن کاری انجام میدن. ببینید مثلا فرض کنید آقای اوباما یا آقای ترامپ، این دوتا بزرگوار دوتا رویکرد کاملا متفاوت نسبت به مثلا مسائل محیط زیستی دارن. ترامپ تلاش میکنه که تعرفه گمرکی پنل‌های خورشیدی رو کاهش بده، اوباما تلاش میکنه که تعرفه گمرکی پنل‌های خورشیدی رو وارداتش رو کاهش بده، ترامپ 25% افزایشش میده. هر دوتاشون هم میگن ما داریم برای محیط زیست تلاش میکنیم، ترامپ میگه من تعرفه پنل‌های خورشیدی رو افزایش میدم به این دلیل که صنایع داخلی تقویت بشن، همینجا ما پنل خورشیدی داخلی تولید کنیم. اوباما میگه که دیر میشه برای این کار، تا ما بیایم صنایع داخلیمون رو ایجاد بکنیم از پروژه مثلا محدود کردن گرمایش زمین عقب میافتیم و بهتره که مطابق قوانین مثلا تجارت آزاد عمل بکنیم و واردات پنل‌های خورشیدی تعرفه‌اش کاهش پیدا کنه. خب هر دو تا هم دارن زیر پرچم محیط زیست این صحبت‌ها رو می‌کنن، اما بی‌تردید هر دو تاشون ملاحظات دیگه‌ای رو دارن که ممکنه در مخیله ما نگنجه. بنابراین این یه مطلب، این که تصور کنیم سیاستمدارها نمی‌دانن، آگاهی کافی ندارن، اشتباه بزرگی. اونا کافی‌ترگاهی غالباً آگاهی کافی دارن و میدانند که مثلا اگر برن در مثلا میانکاره پتروشیمی ایجاد بکنن چه میشود. شما فهم کنید که اطلاعات محیط زیستی ندارن، اما به راحتی میتونن این اطلاعات محیط زیستی رو به دست بیارن. یه مطلب دیگه که آقای مومنی مطرح میکنن مثلا محاسبه اقتصادی محیط زیستی، مثل این که مثلا بگیم ما میخواییم اینجا در این منطقه مثلا یه کارخونه فولاد یا کارخونه پتروشیمی درست کنیم، بعد مثلا اینجا 100 اصل درخت وجود داره، هر درختی مثلا به قول آقای مؤمنی 10 دلار 100 دلار قیمتشه. خب اگه 100 تا ببریم مثلا 10000 دلار 100000 دلار 1000 دلار مثلا درخت بریدیم، این همون تفکر نسل یک محیط زیستی که من عرض کردم. یعنی در اون تفکر نسل یک محیط زیستی ما عناصر طبیعی رو جدای از هم میپنداریم، فکر میکنیم که اگه 100 تا درخت رو ببریم 100 تا 10 دلار مثلا تغییر 100 تا 10 دلار مثلا از بین بردیم، عوضش یه جای دیگه اون کارخونه که قرار است احداث بشه به ما سود میده و ما نمیتونیم در نسل یک رابطه بین 100 تا درختی که قرار است بریده بشه و با کل محیط زیست بفهم. شما تو این مفاهیم جدید مثلا نکسس که میگن همبست آب و انرژی در زبان ایرانی ترجمه میشه نکسس، این یه فضا دیگه فضایی نیستش که شما فکر کنید که این مفاهیمی که ما تو نکسس داریم صحبت میکنیم مفاهیمی از این جنس که ما وارد دنیای جدیدی شدیم، یعنی فهم جدیدی از دنیا پیدا کردیم، نه که ما وارد دنیا جدید شدیم، ما وارد فهم جدیدی از دنیا شدیم که یه رابطه هولستیک در محیط زیست حاکم، یه رابطه یه همبست یه مجموعه همبسته در محیط زیست رو باید تلقی کنیم. و همونطور که آقای مومنی دغدغه خاطر داره، اون 100 تا درخت دیگه 100 تا 10 دلار و اینا نیست، 100 تا درخت رو شما می‌برید اون کل به هم پیوسته محیط زیستی آسیب میرسونه.
مگر اینکه بنا به مجموعی از ملاحظات شما به این نتیجه برسید که ناگزیری مثلا یه جایی محیط زیست رو تخریب کنیم، راه حلش هم این نیست که بگیم خوب حالا 100 تا 10 دلار اینجا ضرر کردیم، بریم یه جایی دیگه مثلا به جای این 100 تا 10 دلار یه محصولی تولید کنیم، مثلا خودروی تولید کنیم که هر کدوم 1000 دلار می‌ارزه، یا گرانول مثلا سولفور توی این پتروشیمی تولید کنیم که عوضش خیلی مثلا ارزش اقتصادی داره. راه حلش اینه که اگه من یه جایی 100 تا اصل درخت دارم می‌برم، معادلش بتونم یه جایی 100 تا اصل درخت دیگه یا 1000 تا اصل درخت دیگه جایگزین این 100 تا اصل بکنم. و البته این به این معنی نیستش که من مسئله محیط زیستی رو حل کردم و به محیط زیست آسیبی نرسیده، چون شما یه دونه سنگو که از روی زمین برمی‌دارید تحولی توی اون محیط زیست ایجاد شده. یه دوستی دارم، من گزارشی رو برای من فرستاده بود، یه سنگی رو از روی زمین برداشته بود، زیر اون سنگ ماری زندگی می‌کرد، یه حیواناتی زندگی می‌کرد. شما دارید یه سنگو که جابجا می‌کنید تخریب محیط زیستی انجام می‌دید. در حال اون فرمایش آقای مؤمنی درسته و اون تفکر نسل جدید محیط زیستی، هم از اون که طرفدار نظام بازار باشیم یا طرفدار هر تفکر دیگه باشیم، باید مبتنی باشه و گفتگو در نسل سه، نسل جدید محیط زیستی. ما باید محیط زیست رو یک کل به هم پیوسته ای تلقی کنیم که هر آسیبی بخوایم به هر کدوم از اجزای این محیط زیست برسونیم یا تغییری بدیم، داریم به اون کل آسیب برسونیم و نمیتونیم تخریب یه درخت رو با مثلا یه اسکناس 10 دلاری یا 10 دلاری مقایسه کنیم. ممنونم. متشکرم از این اتفاق و آقای مؤمنی. نظریه انتخاب عمومی یا پابلیک چویسی که مطرح شد رو هم انشاءالله در جلسه ششم شنبه 16 مهر باز هم در همین ساعت 23 مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. خب من فکر میکنم یه دوستان همه سوالاشون رو پرسیدن، یه نفر از دوستان مونده که سوال کنن، منتها فکر میکنم ایراد فنی کلاب هاوس هست که نمیتونیمشون رو دعوت کنیم به استیج. در هر صورت صحبت پایانی رو میشنویم هم از آقای اتفاق و بعد خانم رحیمی و بعدش هم من مجدداً میکروفونم رو باز خواهم کرد و خدافظی خواهم کرد. آقای اتفاق صحبت پایانی شما و بعدش هم خانم رحیمی صحبت شما رو میشنویم. من متوجه نشدم که ظاهراً یکی از دوستان هنوز میخوان صحبت کنن. آقای رحیمی، خانم رحیمی، نه آقای حیدری، خانم رحیمی هم در استیج تشریف دارن و صحبت پایانی هر دو عزیز رو میشنویم ما. حالا شما میخواید اول صحبت کنید؟ اگه اجازه بدید که خانم رحیمی مسئلهشون رو مطرح کنن که منم اگه لازم شد فرمایششون پاسخ بدم و بعد در انتها دیگه شما جلسه رو خاتمه بدید. خانم رحیمی در خدمتتون هستیم. ممنونم آقای حیدری، ممنونم آقای اتفاق. من چون که دو جلسه قبلی رو نبودم تجربه دارم شبیه چه حرفی نزنم. روی صحبت آقای مؤمنی کامنتی دارم که باز هم ترجیح میدم که الان درباره‌اش حرف نزنم. ممنونم که منو دعوت کردید بالا و امیدوارم توی جلسات بعدی پویاتر بتونم باشم. مرسی. سلامت بشید. ممنون که تشریف آوردید. آی اتفاق صحبت شما رو میشتریم. صحبت پایینیتون رو. من سپاسگزارم از همه دوستان عزیزی که در این جلسه همراه ما بودن و ما اینجا دور هم جمع شدیم که از همدیگر بیاموزیم و من همچنان معتقدم که و تأکید میکنم در همه جلساتی که داریم پیش از اون که نسبت به نظریه های مختلف در حوزه های حوزه مورد بحثمون آگاهی پیدا نکردیم، در بیان نظراتمون تعجیل نکنیم. یعنی اول باید بدانیم که چه نظریه‌هایی در دنیا برای پاسخ دادن یه پدیده واحد وجود داره و بعد به اتکای اون سخن بگیم. و به نظرم میاد که راه طولانی در پیش داریم تا اول به این نظریه‌ها آگاهی پیدا کنیم و بعد بیایم سر وقت این که حالا به یه مسئله خاص و مشخص برسیم، مثل بحث که دوست عزیزمون مطرح کردن آقای سوئیل که مثلا نظام سرمایه‌داری
خوب است یا بد است یا هر چیزی شبیه به این. بنابراین من فکر می‌کنم خیلی زوده، اول باید خیلی از تعاریف و مفاهیم و اینا رو آشنا بشیم، نظریه‌های زیادی رو بدونیم و بعد بریم سر وقت این که مسئله رو بخوایم در واقع پاسخ قطعی بهش دست بده کنیم. سپاسگزارم از آقای حیدری عزیزمون و بقیه دوستان و من تشکر میکنم که شنوای عرایض من بودید. متشکرم. سلامت باشید. منم تشکر میکنم از همه دوستان عزیزی که در اتاق تشریف آوردن، به خصوص دوستانی که ماندگار شدن و همه کسانی که بعداً صدای ما رو خواهند شنید. همچنین تشکر ویژه از آقای اتفاق مهمانمون در برنامه و خانم سرکار خانم رحیمی که دعوت بنده رو پذیرفتن، استیج تشریف آوردن. جلسه بعدی ما هفته آینده است، شنبه 5 شهریور ساعت 23 به وقت ایران، در رابطه با پیدایش اقتصاد محیط زیست و اقتصاد سیاسی کربن محور صحبت خواهیم کرد. تمامی اطلاعیه مربوط به تمامی جلسات آتی در کانال تلگرامی که بالا پین شده موجود هست و همینطور که اول جلسه عرض کردم، همه این جلسات، جلسه مقدماتی، جلسه اول، جلسه دوم که این جلسه بود و جلسات آتی، همه به صورت پادکست در فضای مجازی به آدرس آوای محیط زیست موجود است. ضمن تشکر مجدد از همه دوستان، برای همگی سلامتی و آرزوی موفقیت دارم و با آرزوی خوشروزی برای همه ایرانیان در هر جای ایران، هر جای کره زمین که هستند. با تشکر، تا هفته بعدی، خدا نگهدار.